اینجا و یه دونه دیگه هم اینجا. چون شما قبلا مهمان برنامه ما بودید میدونید وقتا خیلی ساده تر بود، الان خیلی مشکل تر شده، خیلی تب نداره وسایل بیشتر. بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. قبلا هم با آقای بهرامی چندین بار بودیم، چه حضوری چه از طریق تلفن و ویدیو. ایشون لطف کردن امروز از نیویورک بنده خدا چند ساعت هم در راه بودن، چون بارون بوده و اینجا وقتی بارون میاد اونایی که اطراف نیویورک هستن میدونن تونل‌های مختلف، جاده‌های خیلی خطرناک و اینها، و بالاخره رسیدن اینجا و خوش آمدید. خیلی ممنون. ایشون هم گفتن که اگر آقای نیساری مایل هستن از اروپا، چون گفتم ایشون بعض وقتا دوشنبه بعض وقتا جمعه ها با ما هستن، گفتن اگه میخوان اول آقای نیساری صحبت کنه بعدن من صحبت میکنم. روز جمعه وقتی با آقای بهرامی صحبت کردیم، بعد آقای انصاری تماس گرفتن و گفتن که صحبت هایی که شده حقیقت نداره و پیامی گذاشتن، پیام ایشون رو هم پخش میکنن. ولی اول بذارید که ببینیم آقای نیساری. آقای نیساری میخوان شما چند دقیقه صحبت کنید تا بعد ما برگردیم توی استودیو با آقای بهرامی باشیم و شما هم به عنوان شنونده پای برنامه‌مون باشید. یه بله اینجا بنویسید. میبینید نوشته ها وقتی میان اینجا بنویسن. من بعضا تا برای که نچم بلن روی کامپیوتر. بله همین دیگه، اینجوری میام اینجا و من بعضی وقتا درست از اینجا میخونم پیاماشو، یعنی هم اونجا میبینیم هم اینجا میبینیم. خب به نظر میاد که آقای نیساری هنوز جوابی ندادن، فقط گفتن درود بر کاکو سوربیا و مهمان گرامی آقای خسرو بهرامی. بذارید ما تماس بگیریم، حالا دیگه شما هم باشید پای صحبت ایشون، ببینیم چی میشه. بزرگتر هستم اتهامشون بوده. آهان میگن در جلسه هستم، ببخشید. خب پس بعدن با هم صحبت میکنیم. نوشتن که من در جلسه هستم. این از روزی که یوتیوب و اینا اومده حسنش اینه بعض وقتا دوستا گوشی تو گوششونه با تلفنشون اینا هستن نگام. یا حضوری هستن یا احتمالا تو میتینگی سر کاری هستن و اینا. حتی شنیدم یه سری پروگرامایی ساختن که شما اگه برای کسی کار میکنی، مثلا رئیست میاد نشون بده که شما داری اون نقشه کار میکنی ولی برنامه خودت. ایشون میگه بعدا من صحبت میکنم، هیچ مسئله نیست. آقای بهرامی شما گله کرده بودی که ما دروغ گفتیم که میگیم مردم پیام بذارن پخش میکنیم. ما توضیح دادیم که گفتیم اینجوری و اینها. بعدم حالا یادم رفت که بهتون نشون بدم من برای شما نوشتم یه روز چهارشنبه بیاین، ولی شما هم گرفتار و کار و زندگی و اینها هستید، هم بعض وقتا این تلفن ها هم واقعا آدم فکر میکنه مثلا فلان عکس رو فرستاده، بعد به دوستش میگه خب من برات عکس فرستادم، اون که اصلا من نگرفتم. یه مقداری ما باید درصد اطمینانمون رو به این پروگرام ها کم کنیم و بیشتر به دوستان برسیم و باشیم. شما در رابطه با آقای انصاری صحبت هایی کردی که ایشون میگه اینجوری نبوده. میخوام من پیام ایشون رو پخش کنم اول. نه پخش حتما، ایشون هم میتونن زنگ بزنن. بله بیا تو برنامه اصلا. بله اون موقع ما چون قرار بود دو برنامه مون شروع بشه، ایشون گفت من یه جایی هستم کار دارم، ولی حالا اگه برگشته باشن و از اون کار و اینها ممکنه بتونن ایشون هم با ما صحبت کنن. ولی بریم این پیامی رو که آقای انصاری امروز صبح گذاشتن با هم بشنویم و بعد در موردش صحبت میکنم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکیست و به غیر از او خدایی نیست و هرچه که هست از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. خوب به خود و بد به خود کرده ایم. برادرم جناب آقای سوربی، در برنامه مورخه ششم دسامبر 2019 شما اظهاراتی در مورد من شد که کاملا از حقیقت به دور است. گفته شد که ما در خوزستان زمین غصب کرده و خانه سازی کرده ایم که این ادعا کاملا بی اساس و تهمتی کامل است. به شکر خداوند من در شرکت توسعه کن سهامدار بودم.
که این شرکت شهرک چشمه در نزدیکی تهران را ساخت. این شرکت زمین مورد نظر را از صاحب آن آقای ارباب خرید. پس نه زمین کسی غصب شد و نه از اوقاف زمینی دریافت شد و هر که چنین ادعایی بکند دروغ میگوید. به شکر خداوند نه کار غیر شرعی، نه کار غیر قانونی و نه کاری که عادلانه نباشد صورت نگرفت. بعد از انقلاب دولت جمهوری اسلامی این شرکت را به ناحق از صاحبان آن غصب کرد. افرادی که دروغ میگویند و تهمت میزنند باید به درگاه خداوند توبه کنند. چه شما به خداوند ایمان داشته باشید و چه ایمان نداشته باشید، خدا هست. ما همه در مقابل خداوند مسئول فکر، سخن و عمل خود هستیم. خداوند یار و نگهبان شما باشد. بفرمایید شما. ایشون میگه ما اصلا خوزستان نبودیم، زمین ما قصبی نبوده، ما این زمین رو که با شرکت توسعه کن بودیم از آقای به نام ارباب خریدیم. نمیدونم این آقای ارباب همونیه که شوهر جمیله بود یا بله این همونه، ولی اون زمین ها مال آقای ارباب نبوده. با عرض سلام خدمت شما، خدمت بینندگان و شنوندگان، من خسرو بهرامی هستم. من کاری ندارم آقای انصاری، من یه گفته گفتم، من فقط با یک کلام خلاصه کاری به ایرانتون ندارم. حالا بردین خوردین نیشی جونتون، هم شما همون کامران دیبا با هم شریک بودین، شهرک شوش شما خونه سازی کردین، 300 میلیون به گفته همون کامران دیبا شما پول گرفتین، کلاه مردم رو گذاشتین تو سرشون. این آقای دیبا، کامران دیبا، همون پارک یوسف آباد رو ساختن، 10 میلیون اونجا خوردن، چون ایشون فامیل شما و فرخ خانم بودن و موزه هنری درست کردن. چطور این همه ما آرشیتک هنرمند داریم، مهندس داریم، فقط ایشون موزه هنری درست کردن، اونجا 150 میلیون کشیدن بالا و 300 میلیون دلار اون موقع فقط رفتن از فرانسه با فره تابلو آوردن ایران. شما میتونید، بینندگان میتونن بزنن تو بی بی سی فارسی، بزنن کامران دیبا ببینید، خودش با زبون خودش هم میگه. ولی من کاری به مسائل ایرانتون ندارم. هر موقع شما اومدین حضوری فیس تو فیس میشینین، من باهاتون میشینم، دقیقاً هر کجا، هر جایی، هر مکانی باهاتون صحبت میکنم. ولی شما به من میگی انقدر شما آیه قرآن و خدا و پیغمبر میارین، مگه شما از CIA چند میلیون نگرفتیم؟ مگه از عربستان چند میلیون نگرفتیم برای ایران، برای رضا پهلوی؟ پس شما شریکش نبودین، شما فقط رفتین این پولو بستر گرفتین دادین به رضا پهلوی؟ این خیانت به ایران نیست؟ این خیانت به شما که اصلا پاس ایرانی نداری، پاس اردنی داری، پاس کشور عربی رو داری، بعد ادعا میکنی ایرانی هستی، خداپرستی، دین پرستی، قرآن تفسیر میکنی. من هر موقع که اومدی مناظره کنی، شماره تلفن منم اینه 516-637-5745، میتونی هر موقع دلت میخوادم بیای رو تصویر باهات صحبت میکنم. ولی مسئله اصلی من ملت ایرانن الان، ولی این حرفایی که من زدم روشم وامیستم، هر موقع هم خواستی هر جایی هر مکانی میام میشینم جوابگوشم هستم. میبخشیم بینندگان. خب جوابشون، ما 4 تا 5 تا موضوع میخواستیم صحبت کنیم، راجب ایران بود، ایران جدید، ایران قدیم و سیاست، اقتصاد، ورزش. آقای صحبی من آمادم خدمت شما و بینندگان. شما توی تیم تاج بودید؟ بله، من تیم بهرامی فوتبالیست هستن، فوتبالیست بودن و همینجا هم شما. بله، من مربی اینترنشنال هم اینجا. بله. لایسنس دارم مربی اینترنشنال برای ساکر. بله. خدمت بینندگان میخوام جعفری میگن. شما خوش آمد میگن. خیلی ممنون از لطفتون. شما و برنامه مردمی شما. از آقای بهرامی هم تشکر که از مسافت دور در برنامه شما شرکت کردن. امید به دیالوگی کارساز. ببینید آقای
انصاری چون ما توی پیام‌های قبلیشون که برای من گذاشتن گفتن که این زمین ها اوقافی نبوده و من شاید بدونی که مطمئن باشم این حرف رو زدم برای که روال کار این بود که کسی که وابسته ای داشت، کسی که توی دولت شغلی داشت، معمولا از اوقاف زمین هایی رو که حالا مردم یا برای خیریه وقف کرده بودن یا بعضی وقتا داده بودن که اونا بتونن یه چیزی بگیرن. این روال بود و من حتی گفتم که اون پیر پرشه یا توی اون گنگی که میفتید دیگه ویلا شما از خودتون سوال کنید، همینجوری که اگر امروز از خودمون سوال کنیم اگر پسر آقای بایدن، جو بایدن، آقای هانتر پسر نخست وزیر نبود، یه شرکتی میومد مایی $50,000 بهش بده، وقتی هم که کاری بلد نیست، پس شما اینو قبول کنید که شما تونستید توی اون شرکت توسعه کن با اونا شریک بشید، چون میدونستن که شما نزدیک هستید با فرع، میدونستن که در دربار هستید و یعنی ببخشید کامران دیبا، من کامران دیبا رو اولین بار شنیدم و حتما توی گوگل بینندگانتون بگید تو فیسبوک میتونم ببینم، ولی در باره ماجرای انصاری اونی که من باز گفتم که خانم دکتر مقدسی که فوت شدن ایشون، بله، ایشون به من گفته بودن که آقای انصاری، اونم حرف شما رو زده بود که اینقدر از خدا صحبت میکنن، چرا خونه ها رو بدون آب و برق و اینها به مردم فروختن و مردم بیچاره رو به اون وضع گذاشتن. شما اینجا رو داشته باش. آقای انصاری به من پاسخ دادن ما اصلا قبل از اینکه این خونه ها به مرحله فروش برسه انقلاب شد، ما جدا و... نه انقلاب شد و دولت جمهوری اسلامی اینا رو مصادره کرد و اینها فروختن و اون مردم یعنی اینم بنده خدا یه حرفی داره. حالا صحبت‌های بعدیشون امیدواریم که این مشکل حل بشه. میگم امروز قرار هر موقع باشن زنگ بزنه من جوابگو هستم، جواب حرفامو میدم. بله، حالا اگر آقای انصاری هم هستن و چون برای من صبح نوشتن میان، بعد گفتن که یه کاری پیش اومده نمیام، ولی اون موقع قرار ما 2 بعد از ظهر بود، الان تقریبا 5 بعد از ظهر، اگر ایشون امکان داشته باشه بیان. آقای سوربی عزیز، آقای اکبری که گفتم از آلمان احوال شما رو میپرسنم چی شده، آقای بهرامی من اینجا هستم، هر سوالی دارین جواب براشون من نوشتم باران و ترافیک و ایشون میاد، به مجردی هم که بیاد برنامه شروع کنه. شانس این را نداشتیم که یک فامیلی دور با خانواده پهلوی داشته باشیم، الان تا 7 پشت از نظر مالی خیال ما راحت بود. من جواب حرف شما بدم آقای صوبی. آقای صوبی شما کارمند دولت بودین، آموزش پرورش بودین، بله، با سختی یه خونه درست کردین برای بچه هاتون، ازدواج کردین، یه ماشین گرفتین، ایشون هم معلم دانشگاه بودن، دبیر بودن. آقا شما اگه فوق لیسانس هم گرفتی بگو کدوم دانشگاه گرفتی، کدوم دکترا، من به شما ثابت کنم دکترای شما کجا بوده، چجوری خونه 500 میلیون 5 میلیون دلاری تو ویرجینیا چیز کردی. شما عزیز دل، شما اصلا پاس ایرانی نداری، پاس عربی داری. خودت هم میگی، خودت هم میگی من مشاور شاه بودم. آقا تو اصلا مشاور شاه نبودی. آقای مشاور شاه فرمرز اصلان افشار، سرلشکر عظیمی، دکتر معین نژاد، اینا مشاور بودن. وزیر اقتصاد مشاورش بود، وزیر دانشگاه تهران مشاورش بود، آقای نوابندی، آقای خلدری که مرد همین ماه گذشته، اینا مشاور شاه بودن. شما چه جور مشاوری بودی؟ رفتی 4 تا عکس گرفتی برای ما آیه قرآن میاری، خدا و پیغمبر میاری، برو اون عکسی که پشت فلان نشستی تمام جونت ریخته بیرون، حالا من تو تلویزیون نمیتونم بگم، تمام اسباب بازی ریخته بیرون، حالا از قرآن و پیغمبر و خدا صحبت میکنی؟ برو پیغمبر خدا رو تو جمهوری اسلامی صحبت کن. معذرت میخوام. آقای اکبری که میگه ما شانس نیاوردیم فامیل داشته باشیم، آقای اکبری
من دیروز یه جایی بودم، اولا به من گفتودن مراسم عروسیه و من وقتی که رفتم و با اونایی که اونجا بودیم رفتیم و اینا دیدیم اینا مراسم فیونراله. فیونرال یه آقای دکتری بود به نام ویلیام ستیل، یکی از اونایی که هیستوریان دوره ریگان بوده و 40 سال توی وایت هاوس و دولت اینا کار کرد و اینا. و من میخوام اینو بگم، بعضی وقتا نزدیک بودن به این مقامات و اینا، حالا هرچی هم به شما پول بدن شما زندگیتون رو از دست میدی، یعنی مثل این که گذاشتن توی زندان، حالا زندان قشنگه، دربار نور زیاده فلان، ولی برای یه روز فکر کنید هر جا میخواییم برین باید یکی مواظبتون باشه، هر کاری میخواییم بکنید باید یه نفر بهتون بگه این کار خطرناکه نیست فلان. این بود که دیروز یکی از اونایی که با ما بود، یه آقای بود از تگزاس، گفت که ای کاش که مثلا منم مثل پسر ملکه انگلستان اینا. بعد بهش گفتم تو واقعا حاضری همچین زندگی داشته باشی؟ بعد خندید گفت نه. گفتم که چرا؟ گفت الان مثلا بعد از این مراسم خط من میخوام برم دیسکو که نه، برم یعنی یه بار هفان داشته باشم، اگه اونجوری باشه نمیشه و فلان اینا. در صورت آقای اکبری چیزی رو میس نکنیم، همین قدری که ساختیم و درآوردیم همینو لذت ببریم، لذت ببریم، همین که شب که میری خونه با خانواده سرت راحت میذاری میخوابی. من اصلا به کسی نه بدهکارم نه طلبکارم از کسی، من همیشه سعی کردم طرفدار مردمم بشم، اول بچه‌های ایران بعدن دیگران. من 30 سال خدمت کردم تو سازمان ملل مجانی، برای بینندگان قبلا گفتم، ولی همش سعی کردم برای ملت ایران قدم بردارم، نه برای حزبی گروهی. تا اونجا که تونستم به کودکای ایران بتونم کمک کنم، چون یه چیزی بود که پدرم میخواست. بله، پدر ایشون بیمارستان کودکان بهرامی و بیمارستان بازرگان ها مال ماست. بله، مال پدرم بوده. بعد گفتین همون اسم نگه داشتن یا عوض کردن اسم؟ بازرگان ها رو نمیدونم اسم که خمینیش کردن، ولی ما اینا رو دونیت کردیم اینجا. از مردم ایران نباید پول بگیرن، ما اینا رو تو سازمان ملل ثبت کردیم که مجانی باید بچه‌ها رو مالجه کنن، عمل کنن، همه خرجش هم UN میده، تمام دکترا، تمام جراح هم از اروپا میان و ایران مجانا عمل میکنن، نباید هم پول. آقای بهرامی صحبت از UN میکنید، شما وقتی که توی UN بودید این ماجراهای تظاهرات و اینها خب چند بار پیش اومد، اینا چی کار میکنن، چه اقدام میکنن؟ بعد یه مدتی میان میگن اینقدر تلفات داشته، ایران هم به دروغ میگه اینقدر داشته، این میگه نه زیادتر بوده، کمتر بوده، میره به دست فراموش. کاملا درسته، اینا پرونده میشه. من البته هفته گذشته من 2 تا پرونده گذاشتم در سازمان ملل، یکی برای روحانی، یکی برای خامنه ای، یکی برای لیلای نفق، یه چیز فرماندار مال حسن خان استان قوز، اون که گفته بود شلیک کنید و فلان، اینا در دادگاه بین‌الملل بعد محاکمه بشن، چون دستور آتش دادن، دستور شلیک دادن. این یعنی ویدیوش هست، نوارش هم هست، اون کسایی کشته شده. ما این اگر این پرونده قبول بشه میره دادگاه بین‌الملل، یعنی این 3 شخص از ایران پاشونو بیرون بذارن، نه منظورم شوروی و یا عراق، از این دوتا کشور جاهای دیگه برن، اینا رو رس کنن و با وکیلای بین‌الملل اینا رو بعد محاکمه کنن. شما میگی نه عراق، الان بله عراق هم آمریکا بهشون گفته که شما باید طبق قوانین شمارش هم میگفت آقای این قاسمیه، کیه؟ سردار قاسمی؟ سلیمانی. بله. اینو باید شما بگیرید تحویل بدید به ما، اینجوری خبه. میگه این ماجرای اینایی که شما میگید، خب مثلا رفسنجانی هم گفته بودن که اگه پاشو بذاره از مملکت بیرون به خاطر اون ماجرای
آرژانتین شما بمبای بله آرژانتین و بعد اون کافه میکونوس بله قاسملو و جلال طالبانی ولی خب به قول شما طرف میره جایی که میدونه امنه و نمیگیرنش ولی این ماجرا این خانم جوانی هم هست که فرمانده بله ایشون دنبال مقام میگرده بله البته من یه چیزی به شما بگم این فیلم رو اگه کسی بتونه کاملشو بذاره اونجوری باید آدم قضاوت کنه ما تو ویدیوشو کامل نیست اون که داشتیم در دست اون بود گذاشتیم تو یوتیوب ما یک گروهی هستیم اینا رو گذاشتیم ولی در سازمان ملل من اینو عنوان کردم یه بخشنامه هم گذاشتم طبق یه بخشنامه دیگه قبلا گذاشته بودم 2016 قبل از اینکه ترامپ اومد رئیس جمهور شد راجع به آقای دکتر تو آلمان هستن آریان بلو دکتر ایران بومی بله. که شما گفته اینشون یه بخشنامه پر کردم من اینو 2016 2500 نفر ایرانی هم امضا کردن گذاشتن تمام ایرپورت‌های آمریکا که ایرانی ها رو پس نفرستن که میخواستن ایرانی ها برگردن اون ماجرایی که گفتن این هفت کشور همین کاری که الان برای عربستان بله. سعودی نمی کنن برای عربستان سعودی نمی کنن همین دیروز 4 نفر کشته آقایی که 3 نفر کشته باقی مجروح این آقایی که شلیک کرده در فلوریدا و 3 نفر کشته 8 نفر مجروح اینا بعض از این مجروحا بعد چند روز فوت میشن اینا اینو میگن وقتی که این کار کرده دوستاش شروع کردن فیلم برداری الان FBI دنبالشه که ببینن اینا اگه از قبل قرار گذاشته بودن مثل شما به من بگیم این ماشینه رو روشن کنم شما بیا فیلم بگی این از قبل میشه حالت تروریستی یه وقته یه نفر عصبانی میشه معمولا اینجا به این عربا میگن کمل جاگی یعنی شطور سوار یه نفر یه چیزی بهش گفته باشه عصبانی شده باشه خود آمریکایی‌ها میگن اسنپ یعنی مثل مار یا مثل سگ اینجوری عصبانی میشه و میگیره و اینها اون فرق میکنه با اینکه از قبل ولی چیزایی که پیدا شده اینه این آقا کلن از آمریکایی‌ها بدش میاد میگه مسلمان‌ها ولی ترامپ داره سعی زیادی میکنه که بگه نه اینم مثل بچه آمریکایی‌هایی که مرض روانی دارن و فلان اینا و حالت تروریستی نیست حالا ببینیم FBI زورش میرسه FBI تا امروز صبح 20 نفر گرفته بله این آقای نیساری بله. میگن که آقای بهرامی لطفاً در مورد دادگاه کشیدن این 3 نفر با من تماس بگیرید ضمناً آقای نگهبان ایشون از ایران هستن رحیم نگهبان همشهری خوب ما درسته. میگن که اون خانم اسمش لیلا واسری فرماندار شهرک قدس هست شهرک حسن خان اسمش حسن خان اینجوری که من دارم بعداً میتونن خودشون بهش میگن شهرک قدس ولی شهرک حسن خان اسمش بله خب اینم از این ماجرا و اما شما در مورد تظاهرات راجب این عراقی عربستان سعودی که گفتین 20 نفر دیگه هم FBI دستگیر کرده تا به امروز بله چون تعداد زیادی هم دوره و هم کلاسی بله. داره اینا رو دستگیر کردن البته اینو به شما بگم این پسر خودش پسر یه شاهزاده است معمولا همه اینا چی میگن شاهزاده بله ده. مسئله که دیگه میخوایم عنوان کنیم چیه میخوایم شروع کنیم آقای اکبری درباره آقای رفسنجانی میگه بعد از حکم دادگاه میکونوس رفسنجانی در برلین فقط میکونوس در برلین فقط یک بار به کویت مسافرت کرد که آنها هم چشمان خودشان را بستند و الا هیچ جای دیگری نرفت پس یعنی تأثیر داره یه بار عربستان رفت که ما در اون زمان من در سازمان ملل بودم من در عراق بودم که رفته بودم راجع به این مجاهدین خائقه تحقیق کنم که گفتم دکتر ارمنی فرستادم اینا راه نمیدادن تو اون کمپ اونجا بودم که برای این چیز اونجا با خبر شدم که رفته عربستان حالا به صورت قاچاق البته اینا عرض کنم این مریم رجبی یه ماه پیش رفته اسرائیل اون مجاهدینی که جدا شدن شما مثل که خبر ندارین یه ماه پیش ایشون اسرائیل بوده از اسرائیل برگشته به زودی هم
رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیرش میخوان این مجاهدین اینجا بیرون کنن بفرستنشون آلبانی، دیگه اجازه راهپیمایی هم بهشون تو فرانسه نمیدن. آقای اکبری میگه اون قلعه حسن خان الان به شهرک قدس تغییر نام پیدا کرده. خیلی ممنون شما دوستانی که ممنون. با ما هستی. آقا برگردیم به این ماجرای تظاهرات چند هفته دو هفته گذشته. خب از اون شروع کنیم، هر جا که شما این نه هر جا که بخوایم گفتیم شما از این مسئله رو من هفته گذشته اومدم رو خط مزاحمتون شدم یه ذره ناراحتتون کردم. هیچ مسئله نیست. من آقای سوربین میدونم معذرت میخوایم بجای راه دور صحبت میکنیم یه وقت کدورتی ایجاد نه، من همیشه مزاحم آقای سوربی شدم. من تا اونجا که وقت کنم میتونم میام میگم از آقای سوربی خواهش میکنم اگه وقت داریم من میام دو ساعت سه ساعت میام میشینم چیزایی که نوشتم الان من 20 صفحه 30 صفحه نوشتم ولی نمیتونم همشو بگم. مسئله این راهپیمایی سر بنزین، مسئله این خانم، اول بگم کسی که فرماندار بشه نمیتونه قاضی باشه، نمیتونه رئیس جمهور بشه، حکم تیر بده از لحاظ قانون. اگه کشوری که مجلس داشته باشه طبق قانون باید بره تو مجلس، مجلس بره تو دادگستری، بعدن اجرا بشه. این مسئله این خانم از لحاظ قانون اساسی ایران هم محکومه. ایشون فرماندار نمیتونه دستور بده، دستور تیر بده، اما خامنه ایش هم نمیتونه. حالا چون اون ولایت فقیر اصلا میگه برای ما نظام مهمه، ملت مهم نیستن. آقای لطیف زمانی که خودشون وکیل هستن توی انگلستان به انگلیسی نوشتن Hi sir, I hope you are keeping well. I would like to confirm that I am trying to take action against this lady as well in the United Kingdom. And I would be grateful if anyone could kindly send me more detail. Thank you. ایشون میگه من هم مایل هستم که به اصطلاح پرونده‌ای تشکیل بدم یا دنبال این کیس رو اینها برم، اگر کسی میتونه به من اطلاعات بیشتری بده. همین که مثلا باز آقای نگهبان اینجا نوشتن که قلعه حسن خان روستایی بود که به شهرک قدس تغییر نام داده شد دلست. برای اینکه روستا نمیتواند فرماندار داشته باشد. یعنی بعضی وقتا توی آمریکا این کار رو انجام میدن، زیپ کد رو تغییر میدن، تعداد افراد یه شهر رو کم و زیاد میکنن، بهش هم یه چی میگن جریمندرینگ، یه چیزی که به اصطلاح تو انتخابات خیلی تاثیر میذاره. فرماندار نمیتونه حکم دادگستری رو اجرا کنه یا حکم قضایی یا حکم نظامی. نه دیگه، اونا حکم قانون شکنن دیگه، دست قوه قضاییه و اجرایی و نظمیه به قول قدیمی ها اونا هست. ولی این خانم با سرانداز رو سری نشسته، گفتم هر کی در رو باز کرد بیاد تو شلیک کنید، خونه خاله که نیست که اینجوری بتونی شهر به قول گفتنی هر یا مجلسی نداریم، هیچ قانون اساسی هیچی وجود نداره. برگردیم مسئله‌ای که فهمیدیم، من به شما برنامه شما گفتم این یک کودتا بود، این دقیقا یک کودتایی بود مثل 28 مرداد. اینا آگاه بودن که چی کار بکنن، حتی قسمت پتروشیمی هم سپاه بمب گذاشته بودن که منفجرش کنن، که بگن این خرابکارا کردن، اینا که ریختن بیرون کردن. اون بمبا رو قبل رفتن خمسا کنن، حتی این اینترنت رو قطع کردن. 37 میلیارد دلار ضرر دادن به ملت ایران، 37 میلیون دلار ضرر دادن. و ضمن این قطع کردن که نمیخواستن دنیا با خبر بشه. البته یه گروه های قرار بود 22 بهمن رو بریزن بیرون این کارو بکنن، این واقعیت داشت، ما از بیرون خبر داریم، به اون شخصا افرادا گفته بودن، ولی نه مجاهدینی درش بودن نه این سلطنت طلبا رضا پهلوی بودن. من الان پرونده آقای رضا پهلوی هم میگم که همین یه ماه پیش درآمد ایشون 60 میلیون دلار بوده. از شما بینندگان، شمایی که میرین تلویزیون اینا هم یوتیوب و من شما و اینترنشنال نگاه میکنید، این آمارا رو ایشون میبره به عربستان به سر بن سلیمان نشون میده. البته بادیگارد ایشون این پولا رو خرجا رو میکرد، تمام خرجای این تیوی ها این مؤسسات رو نفر راست بن سلمان میده، مبلغش هم اصلا رقمی نیست، آزاده.
برای از هم پاچوندن ایران و قطع قطع کردن ایران. همین بادیگارد بن سلمانی که میگم، ماه گذشته دو هفته پیش هم خودشو سرشو زیر آب کردن، چون پروندهش رو شد تو اروپا، تو مرکز عمومی در انگلیس و در فرانسه، که این چه پولایی به این ایرانیا داده، به این سازمان‌ها مثل چریکای فدایی، حالا رفتن طرفدار آقای رضا پهلوی شدن. در چی؟ در روزنامه عربی. ببینین، برین تو یوتیوب بزنین ببینین. من اونا رو برای آقای دادرسم فرستادم نشون بده پخش کنه، که به زبان عربی گفته ایرانیا پادشاه میخوان و با چریکای فدایی هم یکی شدن. تو یکی از تلویزیونای عربی که بعد بعضی از ایرانی ها ایراد گرفتن که خب این همه تلویزیون، حالا اگه قطع هست اونا هم قطعه، اگه قطع نیست چرا از تلویزیون ایرانی پیام ندادی و رفتی توی نمیدونم عربیه بوده یا هر جا. خب آقای بله برامده. اونجا 60 میلیون فقط ماه گذشته ایشون گرفته. همین کردایی که میگن حزب دموکرات، حزب کومله، پیرانشهر، اینا همشون جدایی طلب هن. اینا از اسرائیل به فرمان اسرائیل اسلحه میگیرن، با پول عربستان میخوان ایران قطع قطع کنن. همون آقای شریعت مداری، اونم یکیشونه از خود آمریکا پول میگیره، از سیاه پول میگیره، هم از عربستان پول میگیره. اینا فقط میخوان تیکه پاره کنن ایرانو. اینا وطن پرست نیستن، اینا دروغ میگن همشون. من به شما میگم مردم ایران هوشیار بشین و با چشم باز نگاه کنین، تمام اخبار دنیا رو نگاه کنین، نه فقط یه اخبار تلویزیون لس آنجلس یا انگلیس رو ببینین. تا کی میخواین به سرتون این چیزا بیاد؟ بعد خودمون خودکفا بشین. به نه سیاه احتیاج داری، نه به موساد احتیاج داری، نه به اون روسا احتیاج داری. ببینین امروز ایران چی شده که امروز روسیه 7 میلیارد دلار وام میده به ایران. اینترنتتون هم از هفته دیگه میشه روسی دیگه، اینترنتتون هم از چین نمیاد، از آمریکا نمیاد، اینترنتتون هم میشه روسی از هفته دیگه. آقای برامی، شنیدم که گفتن زبان دوم در ایران چینیز بشه که نفوذ انگلیس و زبان انگلیسی کم بشه. از طرفی چینا اعلام کرده که ما میخوایم کاری کنیم که تمام کامپیوترامون ساخت چین بشه. و این دوتا حوصله و یه انتقاد دارین؟ یه موضوع بگم، الان ایران و چین و روسیه دارن یه مانور نظامی میکنن. ترکیه هم الان شده پشت ایران، میخوان چهار قدرت بزرگ بشن در خاورمیانه. آمریکا برای همینه، اسرائیل برای همینه که میخواد از طریق آب جوری خودشو کانکت کنه به خاورمیانه، به خلیج فارس. هوشیار باشین ملت، خیلی هوشیار باشین. نقشه‌های بزرگی پشت سر برای ایران، پولای زیادی دارن خرج میکنن. بله بفرمایید. خیلی ممنون. اولا از آقای رضا زواری خواهش میکنم چیزای طولانی اینجوری ننویسید. خصوصی سازی ناقص قانون از خصوصی سازی نقض قانون اساسی است و باید متوقف شود. ما بحثمون اصلا اونجا نیست. اینو در برنامه آینده نیست. و به این طولانی هم ننویسید دوست عزیز. نگاه کنید آقای عبهری چقدر قشنگ دو خط و نصفه نوشتن، یه پاراگراف و توضیح دادن. سوالشون از شماست، این که فرماندار نمیتواند دستور دفاع از اموال عمومی بدهد که شما میفرمایید مخالف قانون اساسی است. میفرمایید مخالف قانون اساسی، از کدام اصل قانون اساسی، از کدام سند و کدام اصل قانون اساسی سخن میگویید؟ میشه مستند صحبت اون قانون اساسی که شما قبولش دارین که جمهوری اسلامی هست، اون بند چهارشو، اون فرمانداری هم، اون فرمانداری پول ملت ایرانه. این یه دسته از خود همین اطلاعاتی ها بودن، همین اصلاح طلب هایی که شما قبولشون دارین همونا بودن که میخواستن
این بلاها رو همه اینا هم یه کلاهای مثل اینجا تروریستی دارن، یه کلاه کشیده بودن برن یه سری پایگاه گستشن آتیش بزنن، ولی اون ملتی که زجر میکشن حرفشون درست بود، میخواستن بانک آتیش بزنن که میگفتن شمایی که وزیر بودی پسر خالت وام گرفته این پولو ورداشته برده چطور پس نمیده، من نوعی کارگر میخوام 10 میلیون ریال وام بگیرم بعد 10 تا سند بیارم 10 میلیون دلار وام بگیرم ریال. ولی ریال، ولی اون وزیر، اون پسر وزیر، اون نوکر وزیر احتیاج به هیچی نداره، وامو بهش میدن، پولم ور میداره، میره کانادا، میاد لس آنجلس، پلو خود شما سندیاگو اونجا پولاشو خرج میکنه، اون شرکت هایی که تو سندیاگو واس کردن. و ضمناً برنامه اون ملت روشن بود، آگاه هم بودن، اونا دقیقا رفتن دنبال بانک و شرکت های ادارات دولتی، باید میرفتن، به نظر شخص بنده باید میرفتن خونه دونه به دونه دم اون وزیر و نخست وزیر و رئیس جمهور رو میرفتن، میرفتن سراغ خونه های اونا که خونه هایی که مصادره کردن توش نشستن، اما آقای روحانی خونه ای که مصادره کرده نشسته توش تو سعدآباد، میخواد از کجا آورده تو سعدآباد؟ ایشون یه زمانی همراه گروه انرژی اتمی بود، حالا رئیس جمهور شد، اون قولایی که داد گفت دوره احمدی نژاد پاسدارا با اسلحه از پشت مردم رو میزدن، خودت تو دوره خودت که همه با صدا خفه کن مردم رو زدین، آماری که ما داریم الان 700 نفره ولی آمار تصویب نشده 1800 نفر کشته شدن، تصویب شده در سازمان ملل 700 نفره، 30,000 نفر تو زندانن فقط برای همین راهپیمایی ها، غیر از اون 20,000 نفر زندانی سیاسی در زندان اوین و کریزک و در شهر ری و در سیرجان و در شیراز، اینا سوای اونا. خب آقای زمانیان هم از ایران هستن، ایشون نوشتن که خدا رو شکر این آقا تجزیه طلب نیست. نه نه، من تجزیه طلبم نه چیزی، من فقط جونم رو میدم برای خاک ایران. 30 سالم اینجا تو سازمان ملل بودم، 3 تا اعضای درجیه که خانوادم از دست دادم، پدر من دکتر بهرامیه، برادرم تیمسار بهرامیه، خلبانی بود که میخواست خمینی رو بکشه، اون یکی برادرم هم دکتر بهرامیه، جراح استخون بود تو ساختمون پزشکان، پدرم هم صاحب بیمارستان بهرامی، بیمارستان بازرگانانه که الان اون آخونده از مردم پول میگیرن وارد اون بیمارستان بشن که نباید بگیرن، خودم هم الان تو بدنم 5 تا گلوله است، از این چیزا هم نمیترسم، تهدید مجاهدین و سلطنت طلب و اون ساواکی هم نمیترسم. بله آقای جعفری، اون قسمتی که شما گفتید 30 سال در سازمان ملل کار میکردید مجانی، ایشون نبودن، به خاطر همین میپرسن. شما میدونید برنامه‌های قبلی ها رو ببینید. نه فقط سوال کنم، میگن که شما سازمان ملل رایگان کار میکردید. بله بله, بله. من گفتم من مهندس ساختمانم، اینجا هم کار میکنم، این دستم آسوربی هم میدونه، کارگری میکنم، مهندس ساختمانم، شرکت ساختمانی هم دارم، مربی ساکرم هستم مجانی، درس ساکر فوتبال خودمون ایرانی هم میدم، فوتبالیست باشگاه تاجم بودم، تیم ملی جوانان ایرانم، عکساش هم آقای سوربی دادم میدم نشون بدن، بعدن حالا هم چیز بشه براتون میفرستم، و هیچ چیزی هم باکی هم ندارم، من این بار اولم نیست میام آقای سوربیو میبینم، این آقای سوربیو من 20 ساله میشناسم، از لحاظ قلبی دوستش دارم، یه وقتی هم یه چیزی میگم مثل برادر کوچیکتر بهش میگم، واقعیتش آقا بهش هم گفتم از دست من ناراحت نشو، من اینجوری هم، من آدم روکی هستم، خیلی از دست من بعدش میام، من آدم روکی هم، راست میگم، تو دوربینم نگاه میکنم، اگه من صورتم عوض شد بدونین که من دروغ میگم، من خائنم، ولی من این کارا رو کردم برای ملت ایران میکنم، نه برای فردی نه برای شخصی. بفهمید آقای ابهری میگن که از قتل خانواده شما متاسفم،
ولی حفظ تعادل هم چی میشه؟ ایشون یه داره چیزه آقای سعید دوست خون میگن که همین الان من آمدم نگاه میکنم. My favorite speaker مستر بهرامی از لس آنجلس به شما سلام میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای همشهری من آقای نیساری الان شما که اینجا هستید متوجه میشین که نوشته چجوری میپره و من نمیرسم بخونم. واقعا دستنه ای شما الان 4 تا کامپیوتر دارین دو تا منم دارم نگاه میکنم به خدا. آقای نیساری میگن که حتی دستگاه مقننه نیز نمیتواند دستور شلیک به مردم بیگناه را بدهد. باید قانون اساسی هم در هیچ کجای آن هیچ حقی به هیچ کس نداده. هر کس که میگوید چنین نیست. بنده 4 میگه دستگیرش کنیم ببرنش تو دادگاه، نه اینکه همچه شلیک کنیم یارو بکشیم. آقای ابهری میگن من قانون اساسی ایران را قبول ندارم، ولی شما هم شاید نمیدانید هر کسی موظف به حفظ اموال عمومی است. اون اموال عمومی نیست قربان، اون اموال آخوندیه. اموال عمومی اون بود نفت 40 سال دارن میخورن هیچ کی صداش در نمیاد، هیچ کی صداش در نمیاد، هیچ کی با ایران نیست، همه با این آخوندا دارن بزنه به دوز میکنن. فرانسه، آلمان، آمریکا، همشون. بله. اینا اگه روزی بخوان جلوی این آخوندا رو بگیرن تمام حسابای بانکی اینا تو سوئیس و تو انگلیس و تو آلمان و تو آمریکاست. یه ثانیه میتونن جلوشو بگیرن. پس بدونین یه خبرایی هست. آقای نیساری میگن که حزب توده و چریکای فدایی و مجاهدین رهبریتی در خدمت پالانی ها بوده و هستند. بله. اینها با جمهوری اسلامی هم خوابیدند. حرفشون درسته. یه کلام بگم، همین ماجرای چریکای فدایی تو همون تلویزیون عربی که شما میگین رضا پهلوی چیز کرده، پشت آقای رضا پهلوی اومده همین چریکای فدایی. این چریکای فدایی همونایین با حزب توده، همونایین که اول انقلاب اینا همه چی دستشون بود. من اون موقع در زندان بودم. برای بینندگان که نمیشناسن منو، مصاحبه قبلی من با رجبی تو زندان بودم، با خیابونی تو زندان بودم، با این حشمت رئیسی تو زندان بودن. ما هویدا رو می‌خواستیم آسیج بگیریم. ما برای بلیط اتوبوس که می‌خواد 10 گرون بشه من تو زندان بودم. ما من که میگم ما، یعنی ما 40 نفر بودیم. ما 40 نفر هممون رفتیم اوین، هممون رفتیم زندان قصر. تو زندان خمینی هم بودیم، تو اون گونی موش هم بودیم، تو اون شکنجه های ساواک سرنگ زیبایی هم بودیم. برنامه گذشته رو ببینیم، من راجع به اونا هم گفتم، حالا امروز هم اگه وقت بشه میگم باز. ولی تمامی سختی ها رو کشیدیم که ملت ایران آزاد بشن، بتونن به یه حد دموکراسی برسن، آزادی بیان داشته باشن، آزادی اجتماع داشته باشن و حق و حقوقشون رعایت بشه، زیر پا نشه. میبخشین آقای سوری. شما میگید که آمریکا و کشورهای دیگه نخواهد خودمون باشیم با آخوندها هستن. من میخوام بگم شمایی که 30 سال در سازمان ملل بودید اونجا، خب این صحبت ها نمیشه. ما همه این گفته هایی که شما میگین دو برابرش گذاشتم رو میز. هر موقع به معاون سازمان ملل میگه کوین ایز کام ایشون میگن کوین توی به من میگه توپ فوتبال اومد که به ما شلیک کنه. میگم من شلیک میکنم نیست، موضوع اینه که این سازمان ملل همون طبق گفته های شما، خدا وکیلی این هفته صحبت شما رو کردم، به یادت افتادم. یعنی با این بخش که من اون موقع رئیسش بودم، حالا اون پسر رومانیه گفتم رئیسش شده، من البته میخواستم آقای سوربیه ببرم در سازمان ملل، سعی خودم رو کردم، ولی این بنده خدا نذاش، این معاون من نذاش که بتونم آقای سوربیه ببرم. الان جای من یه آقای هست کشور رومانیه، این میگفت تو خودت گفتی رفیقت بهت گفته اینجا سازمان دوله. بله. گفتم آره، اون رفیقم تیوی داره تو ویرجینیا، تیوی داره، واقعیت میگه. من هر چی اینجا بخشنامه گذاشتن، گزارش گذاشتن، کسی رسیدگی نمیکنه به اینا.
آخه چقدر من کمپلین بذارم؟ اوکی. آقای سعید دوستمون میپرسه که آیا آقای بهرامی میدونه این خبر صحت داره که دادگاه بین‌المللی لاهه برای کسانی در ایران که دستور شلیک دادن حکم دستگیری صادر کرده؟ من بدون... نه نه صادر نکرده. من بدون این که بدونم فکر نمی کنم دادگاه لاهه به این زودی چیز نمی کنه. اصلا باید شکایتی از طرف ببینید. الان خانم مسیح علی نژاد اومده به دولت فدرال آمریکا شکایت کرده که آخوندا برادرش رو دزدیدن. درست. ببینید شما، ایشون پدرش قاضی بوده. بله. شما خودتون میدونید من هر وقت اون استاتو اف لیمیتیشن یادم میره ایشون برای من میگه مرور زمان شاملش شده، شامل مرور زمان. ببینید چیزی که هفته پیش اتفاق افتاده دادگاه لاهه همینجوری باز نیست که بگی خب حالا بیا برای اینم بگیم، باید یه پرسیجری، یه پروسه، مرحله زمان کلینتون یادته همین یوگسلاوی تازه یارو ماکرمه شد، اون ژنراله تازه ماکرم شد. بله میگم یه چیز اینجوری آقای نیساری میگه آقای بهرامی لطفاً در مورد این مال قبل مدادگاه کشیدن اون سه نفر سوربی جان من این بخش شما رو گذاشتم، این گزارش رو گذاشتم، حالا این گزارش چی میشه؟ میره این قسمت که من هستم بعد بره چند طبقه بالاتر، بعدا از اینجا باید بره تو اتریش. معلومه اونا جاجن، ما هم نمیتونیم تصمیم بگیریم، اونا تصمیم میگیرن. میدونم که یه پروسه فرسه داره، همونی که رضا پهلوی رفته بود از خامنه‌ای شکایت کرده بود چلو کباب بخوره، بعدا میگه من شکایت کردم. آقای زمانیان از شما میپرسن مسعود رجبی زنده است یا نه؟ شاید ایشون جواب ما رو بده. من این جوابو 2014 بود خدمت شما بودم فکر کنم. آره 2014 در برنامه با آقای سوربی من مناظره داشتم، شما ببینین من گفتم ایشون اون موقع که آمریکایی‌ها حمله کردن زخمی شده بود و در اردن در بیمارستان بود بغل دختر صدام حسین. خب بسیار عالی. ایشون ازشون تکه میکرد که بعدش گفتن مرده. بله به طور اون موقع که حمله آمریکایی‌ها بود به طور قطعی نمیدونیم شده. من اون موقع که زخمی شده بود گفتم در حال مردنه، به شما هم در برنامه شما هم گفتم که خود اون افرادی که جدا شده بودن سورپرایز شدن من این حرفو زدم. این گزارش بود. بله خب برگردیم باز موضوعاتی رو که اون روز گفتیم و من میتونم جواب یه نفر رو بدم. بفرمایید. جواب در 2016 من خدمت شما که بودم یکی از من پرسید راجع آقای پرویز قلیچخانی. پرویز قلیچخانی ایشون فوتبالیست بود، بچه خانیاباد بود، منم بچه پایین شهرم، بچه خیابون ریم، بچه شمرون و قلعک و بابام هم تو سعدآباد به دنیا اومده اینا نیستم، من جنوب شهر به دنیا اومدم، عاشق جنوب شهرم هستم، عاشق مردم ایرانم هستم و مهندس مخابراتم، در مخابراتم کار میکردم، فوتبالیست باشگاه تاجم هستم که بودم اون موقع که در ایران بودم، اول راهن، بعدش تاج، بعدش تیم ملی جوانان، مربیمونم آقای ماجرانی بود. و خدمت شما عرض کنم گفت پرسیدین که آقای قلیچخانی چجوری حقوقشو میگرفت. ایشون استاد دانشگاه بودن، تو دانشگاه تهران درس میدادن، فوق لیسانس داشتن و تا اونجا که من میدونم حقوقش رو به اسم آقای راکوف بهش میدادن. این یه برنامه بود که ساواک گرفته بود از پرویز قلیچخانی و لواسانی و یه فوتبالیست دیگه، ما این سه نفر گرفته بودن، بعدش ما در اوین دیدیم همه و پرویز قلیچخانی یه فوتبالیست درجه یک و خیلی مرد شریف و خیلی مرد زحمت کشیه و مسئله حقوقش اینجوری بود. اون بیننده که از من پرسیده بود گفتم من امروز عنوان میکنم. حالا چرا حقوقش اینجوری؟ یعنی اون ایشونو با دو نفر دیگه گرفتم با عنوان خرابکاری ساواک. به این آقای انصاری که میگه اون موقع که استاد بوده تو دانشگاه تهران، بعدش ایشون چجوری سر از وزارت علوم در آورده، وزارت علوم برادر شما بهتر میدونه،
اون موقع دانشجو اومده اینجا یا خود منم دانشجو بودم در آلمان، اسمای اینا رو کی به وزارت امور خارجه میداد، به ساواک میداد، همون وزارت علوم بود. ایشون چون فوتبالیست بود گرفتن ایشون به عنوان خرابکار با آقای لباسانی، یه فردی دیگه بود الان به خاطرم نیست، نه فوتبالیست بودن هر سه تا، اینا رو گرفتن بردن ساواک شکنجهش دادن و که ازش بکشن مثل رجبی امضا بگیرن که همکاری کنه با ساواک. رجبی به نصیری اصلا امضا کرد، اون کاغذش هست، سندش هست که همکاری میکرده، تمام مجاهدین رو لو میداده، همون سادتی، ذوالفقاری، اینا رو من همه رو دیدم. بعدن حقوق ایشون رو نمیخواستن دارک بدن به اسم آقای راکوف، اون مربی تیم تاج بوده، به اسم اون میدادن، بنده خدا میرفت بانک نقد میکرد. این موضوع ساواک بوده. بله، این نوشته ای که نوشته بودم برای این دوستمون آقای بهرامی در راه هست، باران و ترافیک سنگین، در اصل اینم از این موضوع. اگر اقتصادی میخوای بگیم حالا میریم اونجا، ولی اگر آقای نیساری هم توی این فاصله میخواد چیزی بگه و خواستن صحبت کنن، میتونیم به اصطلاح ارتباط با اسکایپ برقرار کنیم، اگه نه یه زمان دیگه. حتی آقای ابهری هم گفته بودن که میخوان صحبت کنن، من گفتم که ترجیح میدم که به اصطلاح برنامه ها جدا باشه که هر کسی بیاد حرف خودشو بزنه و بیننده ها هم به عنوان بیننده و شنونده. حالا خیلی داریم یه کتاب نوشتیم ولی ما نمیتونیم بگیم. بله من ساکت میشم و نه یه چیزی یکی یکی بزن شروع میکنم. اقتصادی میخواییم بگیم زمان شاه اقتصادی این نفتی که میفوختن به جای شما پول شکر رو نون و بنزین رو اینا اپسیز میکردن، سوبسید میکردن، مثل این یارانه که شما الان داریم میبینی اینا چیز کردن، اون سوبسید اون موقع این بوده، شکر و نون و بنزین بوده که انقدر ارزون بوده شاب عوض میداده. الان هم این آخونده اون یارانه رو همون سوبسیدی که شاب میذاشته این یارانه. حالا اینا شما فردا میخوای از ایران خارجی، از همین امروز شما بعد 3804 دلار 4 تومان بعد بدی که خروج بشی، اگه دوبارم خارج شدی بعد دبلش رو بدی. اینا کمبود بودجه است و این آقای روحانی خوابای زیادی دیگه برای شما داره. حالا شما امشب اینا تو ایران میرن تو مجلس بودجه 99 رو پیاده میکنن. البته گفت که بودجه 99 رو با قدرت، من نمیدونم بودجه با قدرت یعنی چی، بودجه 99 رو با قدرت اجرا میکنی، اول بودجه 99 رو باید شما تأمین کنی تا بعد بیای هزینه کنی. آقای جعفری نوشتن که میتوانید بیشتر نظرتان را راجع به راه حل و آلترناتیو جایگزین مشکلی برای مشکل ایران صحبت کنید، نظر شما مهم ولی داستانها زیاد هستند. من با ایشون موافقم، چون شما همین تظاهرات چند روز گذشته رو نگاه کنید، حالا درسته مجاهدین و رضا پهلوی و اینها عددی نیستن، ولی برنامه یک شنبه دیروز آقای فرید زکریا رو اگر نگاه کرده باشین، آقای مازیار بهاری رو میاره باهاش صحبت میکنه و مازیار بهاری توضیح میده که این چند روز گذشته اینجور و اونجور اونها. بعد زکریا فرید زکریا بهش گفت که ببین دوره شاه میگفتن مرگ بر شاه، حالا این میگفت لانگ لیف خمینی، همچین شعاری من نشنیده بودم، زنده باد خمینی نداشتیم، ولی میگفت الان اگه میگن مرگ بر خامنه ای کسی رو نداره. آقای مازیار بهاری فوری گفت که چرا گفتن رضا شاه اینها، گفت این یه اقلیت خیلی محدودی هم محدوده. اون کجا این کجا و اینم یه بحثی دیگه و اینو من خبر صحیح شده و خود اطلاعاتی هستن میخوان بفهمن اینایی که میگن جاوید شاه و رضا شاه شاه برگرد و اینا، میخوان شناسایی کنن اینا رو دستگیر کنن. و اینا توی ایران من نمیتونم بگم 99 درصد 60 درصد مخالفن، ولی
رضا شاه رو نمیخوان، رضا پهلوی نمیخوان، چون برایشون ثابت شده. شما دیگه باید اصلا اطلاعات نداشته باشی که این آقا از عربستان حقوق میگیره، از سیاه حقوق میگیره، بعدا دلش برای ملت ایران میسوزه. اصلا همچی چیزی نیست. این فقط میگم ماه گذشته از این تلویزیون من و شما و اینترنشنال و این تلویزیون عربی 60 میلیون دلار از این بن سلمان گرفته. شما دیگه حساب کار خودتونو بکنید. تا حالا بهشون گفتی آقای صحبی 10 دفعه 20 دفعه گفته، تا حالا 1 دلار این به کمک کسی ایرانی کرده؟ بابا یه بدپک برای این بچه مدرسه، یه کتاب، یه خودکار، خودکار الان شده 400,000 تومان. ما 400,000 تومان اصلا حقوقمون 4,000 تومان بود آقا. خب این ماجرایی که داستان ها زیاد هست اینجا باز باید بگیم. یکی میگه که این خود دولت این کار رو انجام داد، حتی میگن آتش سوزی ها و اینا مامورین دولتی، مامورین دولتی بودن. از اون وقت تلویزیون طرف میاد میگه آقا چرا میگید بی برنامه بوده، چرا میگید مردم رهبر نداشتن، ما بودیم، یه گروه سلطنت طلب آمده بود و میگه ما بودیم و برنامه دادیم. از اون بر دولت ایران روحانی آمد اعلام کرد که 2 سال اینها در خارج تدارک دیدن، یعنی این زد و نقیض ها از این بر به یه نفر اعتبار و کردیت میده، از اون بر میبینی به ضرر مردم ایران داخل ایران شد. اینه که من یه چیز کوتاه بگم، نمیخوام سرت در بیارم. آقای زنده که گرفتن، همین آقایونی که تو لس آنجلس تو تی وی ها هستن تو انگلیس، همه اینا رفتن ایران گزارش دادن وزارت اطلاعات، همشون از دم، همه اینا که با این آقای زند میگفتن من خبر دست اول میدم، همه اینا رفتن چیز دادن چون منفعت داشتن اینا، اینقدر منفعت داشتن. ولی این برنامه که من به شما میگم کودتاست، البته گروه های زیادی هستن زیر خاکستر. کودتا رو یه نفر که در قدرت نیست بر علیه کسی که در قدرت کودتا میکنه، ولی الان چند ساله که یه چیزی رسم شده بهش میگن ضد کودتا. همون کاری که تو کشورهای چیز هم انجام دادن، میگن حتی ترکیه هم اون 2-3 سال پیش ضد کودتا انجام میده تا مخالفین بیان بیرون. بعد مثل همین که شما گفتیم میگن آقا جاوید شاه یا رضا شاه روحت شاد، هر کی گفت میگیرنش. البته یک کاریکاتور یکی به شوخی نوشته بود که در زندان‌های ایران حتی یک نفر سلطنت طلب نیست، آخوندها گفتن به این وسیله ما میخوام چند تا سلطنت طلب هم پیدا بشه بندازیم تو زندان. آقا راه حل چیه؟ راه حل الان 20,000 تا ما زندانی سیاسی داریم، اونا رهبرهای آیندن. یعنی من و آقای صحابی اینجا نشستیم، ما آدم های ساده ای هستیم. من خودم رو میگم، به شخصه خودم مایه میزنم. من یه مهندس مخابراتم، میتونم در مخابرات خدمت کنم. نمیتونم من سیاستمدار خوبی باشم برای شما یا چیزی. میتونم در محلی که کار میکنم به اون کارم، به اون وظیفم خدمت کنم برای کشورم. همه مردم باید با هم باشن تا بتونن یه عملی رو اجرا کنن. الان ما رهبرای سیاسی زیاد داریم، گروه های فعال هم تو ایران زیادن، یه آتیش یه زیر خاکستر. این یه کودتا من میگم سپاه کرده، با آقای صحبی فرمودم این یه کودتا هست به خاطر اینکه میخواستن 22 بهمن یه کاری رو اجرا کنن، اینا کمونشکن کردن، این بنزین رو گرم کردن. یه ما جلوترش وزیر نفت گفته بود ما میخواییم گرون کنیم، شما هم اگه میخواییم بنزین رو گرون کنیم باید بره تو مجلس تصویب بشه، خورده خورده 5 دلار 10 دلار 20 دلار بیارن بالا، نه اینکه یه دفعه بگن 300,000 تومان. نه اینجوری نیست، اینا فقط میخواستن یه میونبر بزنن بیهاین مردم جلوی اون حرکت رو بگیرن. ولی باور نکنه این جلو حرکت گرفته نشد، اون آتیش خاکستر یه ذره جداتر شد. 3 ماه دیگه انتخاباته، سرتون رو کلا نذارن. 3 ماه دیگه شما خواهید دید چه خواهد شد.
بسیار ممنونم. میبخشید شما جرعه چای میجونید آقای نیساری رو داریم. آقای نیساری سلام به شما، ما میکروفون رو در اختیار شما میذاریم تا کمی به اصطلاح ما هم به عنوان شنونده گوش بدیم. برنامه‌شون گوش کنید. بله دوستان هم میتونن در عین برنامه از طریق فیسبوک یا از طریق ایمیل و پیامگیر پیام بفرستن یا پیام به اصطلاح ضبط کنن، ما پخش میکنیم. بفرمایید آقای نیساری، خیلی خوش آمدید، با شما هستیم. زنده و پیروز، با درود بر شما و نیمان گرامی. صدای من رو داری؟ بله بله بفرمایید. درود بر هموطنان گرامی از راه دور، دست و روی همه ستم دیدگان و فرزندان بی سر و پناه رو میبوسم. با درود بر معلمان و آنهایی که به من درس زندگی و آزادی آموختند. فرزاد نیساری هستم از ایل قشقایی در خدمت مردم ایران. دست. آقای بهرامی خیلی خوشحالم از دیدار مجدد شما. همچنین من برنامه شما را چند سال پیش دیده بودم، بسیار عالی. خیلی ممنون. من در زمان قدیم طرفدار تیم پرسپولیس بودم. اصلا ایجاد نشد. نه قربان، اصلا من برای تیم ملی هم بازی کردم، برای ملت ایران بازی میکنم، هیچ فرق نمیکنه. من اومدن منو خریدن، من در تیم راهم بازی میکردم. دست وای. بله بفرمایید. هیچ مسئله‌ای نیست. صورت بسیار خوشحالم از دیدار شما. خواهش میکنم. البته من گفته هام امروز بر سر مسائل دیگری بود، منتها شما بحث خامنه‌ای و روحانی و اون خانم رو پیش کشیدید. خود ما هم اینجا به دنبال این مسئله هستیم. این مسئله رو ما بایستی به عنوان شاکی عمومی، به عنوان یک ایرانی به دادگاه لاهه ببریم و حاضر هم هستیم این کار رو بکنیم. اگر هم که شما شکایتنامه چیزی نوشتید در اصطلاح سازمان ملل متحد، بسیار عالی، ولی خب اون یک مسئله دیگه است. دادگاه لاهه چیزی دیگری هست. چندین نفر در حال حاضر ارام همکاری کردن. متاسفانه وقتی با اینها صحبت میکنید، اینها همه کار طوری شده که میخوان به اصطلاح گوی سبقت رو از هم دیگه برو بایند و مسئله شخصی شده. این یک مسئله ملی هست، یک مسئله مردمی هست و به نظر من هر کسی که حاضر بشه قدم بذاره بایستی دور هم جمع بشیم، به صورت متحد پیش بریم. از این رو خوشحال میشم اگر بتونیم با هم دیگه همکاری کنیم، به ویژه اگر شما در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی هم شناخت داشته باشید. این یک مسئله دیگر این است که در حال حاضر جنبش در درون ایران همون جور که می‌دونید بسیار خوب پیشرفت در از دو هفته گذشته. ما سعیمون بر این هست که این مسئله از تب و تاب نیفته و اما درخواست ما از مردم ایران هم این بوده که بیگدار به آب نزنن، خودشون رو علکی بکشتن ندن. اینها بسیار غسیل قلب هستن، اینها بسیار پیچیده کار میکنند و همون جور که بسیار زیبا هم شما گفتید، اکثر دولت‌های بیگانه دستشون در دست اینها هست. در حقیقت اینها نشدن نمایندگان چاپیدن و به اصطلاح به یغما بردن منافع مردم ایران. بسیار عجیب البته برای من نیست، ولی بسیار شگفت‌آور هست که رهبران این سرزمین‌های بیگانه که دم از دموکراسی می‌زنند، حتی اومدن بودجه‌های به اصطلاح افراد بازنشسته خودشون رو در ایرانی که مردمش با فقر دست و پنجه نرم می‌کنن هزینه کردن که از سود اون از مردم خودشون نگهداری کنن، ولی مردم ما پاپتی و به اصطلاح گرسنه رها شدن. و بنابراین خواست ما از مردم ایران، صدا من میاد؟ بله بله. بسیار عالی. بنابراین از یک طرف ما با رژیمی طرف هستیم که مسلح تا به دندان هست. این صحبت ها رو ما هم قبلا شنیدیم، یادم هست و هم مطمئنم که یاد شما هم هست. در زمان شاه میگفتن که آقا نیم مگر میشه با سیستمی که با سرنیزه داره حکومت میکنه به اصطلاح طرف شد، و دیدیم که چطور مردم همگانی ریختن به خیابون‌ها و کسی نتونست جلوشون بیسته. بسیار دردناک بود. من در دو هفته گذشته وقتی دیدم تصاویری رو در تلویزیون و به اصطلاح همون چیزهایی بود که هموطنان من از ایران فرستاده بودن، درست مشابه لحظاتی بود، ماه‌های آخری بود که حکومت شاه بر سر کار بود و ساواکی‌ها و لباس شخصی‌های ارتش رو می‌فرستادن که با چماق به سر مردم بکوبن.
یعنی خود من بارها شاهد این مسئله بودم و از نزدیک به مردم تیراندازی می‌کردند همون زمان انقلاب 1357، و این درست همون وقایع رو به روی چشم من آورد. مسلما این حرکتی که در عرض چند سال گذشته شروع شده به طور مداوم داره ادامه پیدا میکنه و فاصله بین اونها داره کمتر کمتر میشه. امیدوارم هر چه زودتر با خسارت کمتر ما پیروز بشیم. منتها در حال حاضر عده‌ای هستند که میگن که بهترین کار این هست که به اصطلاح آنچنان به نافرمانی مدنی ادامه بدیم و این مسئله و درگیری رو به خصومت نکشیم. به نظر من، البته نظر شما هم خوشحال میشم شبم، نظر من بر این هست که تنها زور هست که در مقابل زور میسته. این درست شده مثل مسابقه های فوتبال ما که شما به جای حالت تهاجمی صرفا به دفاع بپردازی. وقتی به دفاع بپردازی حریف مسلما کنترل میکنه روی گل شما و ضربه رو اونها به شما میزنن. تا یه مدتی شما میتونی مدافع تلافوی حرکت کنی، بعد از اون بایستی حمله کنی و به اصطلاح گل خودت رو بزنی. مردم ایران هم الان در یک همچین حالتی هستن و پیشنهاد ما به مردم ایران این است که هر کس به توان خیش از سنگ ریزه گرفته تا چکاندن ماشه، تا اونجایی که در توان داره، ولی نه با اونجایی که نخبه بشن، تک بشن و به اصطلاح اون کسایی که دل دارن جلو بیفتن و از بین برن و مردم اون حامی ها رو هم از دست بدن. بنابراین یک مسئله بسیار مهم این هست. مسئله دیگری که ما پیشنهاد دادیم این هست که ما همون جوری که اینها زندگی رو بر مردم ایران تنگ کردن، همون جور که زندگی رو بر دخترها و پسرهای ما تنگ کردن، همون جور که فرزندان ما رو در زندانها گرفتن و اونها تجاوز میکنن، اونها رو شکنجه میدن، اینها دیگه چیزی که عیان است چه حاجت به بیان هست شده. به همون روی مردم ما به هیچ وجه نبایستی به اینها اجازه بدن که در خیابانهای ایران احساس امنیت کنن. ما برای یک هم چیزی نیازی به تفنگ و فشنگ و این چیزها نداریم. یعنی یک هر کسی با یک تیر کمون و یک سنگ هم میتونه به اصطلاح ایجاد ناامنی برای اینها بکنه و بایستی کاری کنه همون جور که در چند تصاویر هم دیدیم اینها جرأت بیرون آمدن نکنن. همزمان مردم ما بایستی شروع کنن به اصطلاح جمع آوری اطلاعات بسیار بیشتر. من مطمئنم که میشناسن و اطلاع دارن که اینها کی هستن. اینها رو بایستی جمع بکنن، از الان آماده باشن که ما اینها رو بگیریم و به سزای اعمالشون برسونیم. نکته جالبی صحبت شد در رابطه با اینکه کشورهای خارج هم میدونن که چه خبر هست. من قبلا هم برای آقای سربی یک مرتبه گفتم در یکی از کشورهای اروپایی من رفتم توی بانک که صرفاً 100-150 یورو از توی حساب بردارم، اجازه نمیدادن. به من میگفتن که چون در پاسپورت شما نوشته که شما به زاده شیراز هستید و از ایران هستید، ما اجازه نداریم اجازه بدیم یک پنس، یک یورو، یک سنت از این حساب برداشته بشه. بعد نگاه میکنید میبینید که میلیون میلیون این آقازاده ها برداشتن دارن میرن همون کشورهای خارجی و به راحتی دارن صرف میکنن. این جزئی نیست که این رژیم یک رژیم اجنبی است، یک رژیم بیگانه است، یک رژیم خودفروش است و دستش کاملا در دست اینهاست. بنابراین هر طوری که ما بتونیم اینها رو بیشتر افشا کنیم، مردم هم دوزارشون افتاده، مسلما دوزارشون افتاده و این مسئله رو ما به اصطلاح در درون ایران و با ایجاد ناامنی به نظر من بایستی ادامه بدیم، هر چقدر هم که خفیف و کوچک باشه، تا مردم همه بتونن بیان توی خیابونها و اون وقت رو در رو در مقابل اینها بایستیم. یک مسئله دیگر است، این است که همون جور که شما هم ملتفت شدید، ببینید چون شما ورزشکار هستید، من خودم ورزشکار بودم و فکر میکنم هنوز هستم به اصطلاح، و ورزشکار تیمی کار میکنه. مردم ایران متاسفانه این مهلت رو هم اون شاه به اصطلاح حاج محمد رضا پالانی از اونها گرفته و هم اینها. تیمی کار کردن رو ما بلد نیستیم، همکاری کردن رو بلد نیستیم. ما ائتلاف رو با اتحاد اشتباه میگیریم، ولی دور یک میز نمیتونیم با هم وایسیم، نمیتونیم پا به پای هم دیگه، پشت به پشت هم دیگه حرکت کنیم و به اصطلاح موزون بتونیم اون گل رو به حریف بزنیم. در خارج از کشور الان این مسئله بسیار غامضی شده.
اکثر این سازمان ها همونجور که گفتید مانند چریکا، حزب توده، سازمان مجاهدین، اینها همه آن روی دیگر سکه رژیم های مستبد هستند که سعی می کنن ما رو از اون شکسته ای که هستیم شکسته در کنن. بنابراین بسیار لازم هست در حال حاضر که ما که افرادی که بسیار فقیه‌تر هستند، افرادی که مغزشون کار میکنه، افرادی که دوست رو از دشمن تشخیص میدن، هر چه محکم‌تر کنار هم بایستن برای خواسته های مردم ایران. اصلا. شما به عنوان یک فوتبالیست وقتی وارد زمین فوتبال میشید، هدفتون صرفا پاس دادن توپ هست یا اینکه توپ رو بندازید توی دروازه حریف؟ هدف به نظر من همونجور که شما هم به خوبی میدونید این هست که این توپ بره توی دروازه حریف. اون توپی که در رابطه با مردم ایران امروز بایستی بره توی دروازه حریف، خواسته های به جای مردم ایران هست، نان هست، مسکن هست، آزادی هست، سر و پناه دادن به فرزندان ایران هست، آموزش و پرورش درست هست و چیزهایی که هیچ فرقی نمی کنه که تو مدعی کمونیست بودن هستی، مدعی سوسیالیست بودن هستی، مدعی نمیدونم سلطنت طلب بودن هستی، که هرچی که هستی، اگر هدف واقعا این هست که این توپ رو بندازیم توی دروازه حریف، اون خواسته ها هست که ما بایستی دورش جمع بشیم. و متاسفانه و شایدم در بعضی مواقع خوشبختانه، برای اینکه ما اگر این سنگ محک رو به کار ببریم که خواسته های مردم چی هست و این سازمان ها حاضر نیستن پای یک همچین خواسته های دور هم جمع بشن، در حقیقت ماهیت اصلی خودشون رو نشون میدن. همه تفره میرن از این که بگن آقا جون حاضر هستیم بپذیریم که مردم ایران هستن که حاکم هستن، مردم ایران هستن که قانونگذار هستن، مردم ایران هستن که صاحبان اصلی این سرزمین هستن. اینا به مسائلی هست که ما در 40 سال گذشته همونجور که خودتون هم به درستی شاهد بودید شاهدش بودیم و امیدوارم که ما بتونیم اینها را از پادر بیاریم. منتها من همواره این رو تجربه کردم، چه زمانی که در ایران بودم و چه در زمانی که در خارج از ایران به اصطلاح مجبور شدم بمونم، این هست که مردم علارغم نداشتن آگاهی سیاسی به اون عمدی که بعضی از این خودفروش ها به اصطلاح ادعا می کنن و می خوان نشون بدن، بسیار مردمی با فرهنگ هستن و همونجور که من گفتم دهاتی های ما در چند هزاره های گذشته سرزمین های پهناور رو زیر به اصطلاح نگین انگشتری خودشون داشتن و امروز هم همونها میتونن به همون ترتیب از مرز و به اصطلاح سرزمین ما دفاع کنن. امیدوارم که ما بتونیم با هم دیگه کار بکنیم، به ویژه در رابطه با اون مسائلی که در رابطه با مسئله قانون و به اصطلاح به سیخ کشیدن و به چهار میخ کشیدن این جنایتکارا هست، بتونیم با هم دیگه همکاری کنیم. زنده و پیروز، در خدمتتون هستم. اگه سوالی چیزی هست بپرسید. خیلی ممنون. اجازه بدین چون دوستان هم نوشتن، شما بفرمایید تا بعد شما ایشون هر موقع تماس بگیرم با شما یا بخشنامه چیزی دارم پر کنم، من در سازمان ملل پس میکنم. آقای بهرامی اینجا نوشتن که باز کار مهمی که میشه انجام بده اینه که یک تومار یا یک پتیشن درست کنین و ایرانی ها امضا کنن و اون رو ایشون به اصطلاح به اون مراجعی که میشناسن پس بدن یا انتقال بدن. خیلی عذر میخوام، فقط اینو بگم من تو کالیفرنیا نیستم، در نیویورک هستم. بله. آقای سوربی در ویرجینیا هستن، بفرستین یا برای من یا برای آقای سوربی، من بگیرم در سازمان ملل میدم. تو وزارت امور خارجه نمیرم ها، چون اونجا برم حتما دنبال پولم. من آقا دنبال پول از هیچ جای دنیا نیستم، چون خودم زحمت میکشم خودم پول در میارم. اجازه بدید در رابطه با صحبتهای آقای نیساری نوشتن که شاید مهمان شما و جناب نیساری نمیدانند که 10 بسیجی و نیروی انتظامی هم برای خشونت دستگیر شدند که چنین اتهامی به زحمت کشان مدافع امنیت ایران میزنند. من با اجازتون آقای نیساری میگم خب این که اتفاقا تایید حرف شماست، چون شما میگید اینها خودشون از حکومت بودن. این دوستون آقای ابهری از کالیفرنیا نوشته که اتفاقا چند تا از بسیجی ها و اینها رو هم به اصطلاح دستگیر کردن،
یعنی این نشون میده که خود بسیجی ها بوده. ما اینجا فیلمش که میاد نشون میدن باتون طرف مثلا تو ماشین افتاده زده شیشه های خونه رو شکنده، بعد ما برای اول که میبینیم میگیم خب ممکنه مردم باتون پلیس رو گرفتن زدن فلان، ولی الان این چیزی که شما میگید اتفاقا این تایید یک آقای لطیف زمانی از انگلستان، میگن که این چیزایی که شما میگید راجع به سنگ و تیر کمان و گلوله و اینها کلن یه نوع وحشیگری هست که آخوندا میخواد. بعد نظرتون در این مورد چیه؟ ایشون نشته no to violence. violence که میدونید همون خشونت میشه. بله بفهم نظرتون چیه؟ خب پیشنهاد من به من نمیدونم ایشون آقای لطیف زمانی هستن یا خانم لطیف زمانی. آقای لطیف زمانی هستن، وکیل هستن توی انگلستان. پیشنهاد من با آقای لطیف زمانی این هست که هر کسی که اومد توی گوشه ایشون زد، ایشون صورتشون رو بچرخونن، یک تو گوشه دیگر هم بخورن، یک تشکری هم بکنن، به راه خودشون ادامه بدن. ایشون فراموش میکنن که فرزندان ما، زنان ما، دختران ما، پسران ما در زندانهای این جرثومه ها، در زندانهای این فاشیست ها، در زندانهای این آدم کش ها اسیرن. و همین الانی که ایشون راحت نشستن و همچین چیزی رو میفرمایند، داد و بیداد چند نفر از فرزندان ما در زندانها به گوش دیگر فرزندان زندانی ما میرسه. بسیار کار بسیار نابجایی هست، بسیار نابخردانه هست همچین بحثی. بنابراین اصلا همچین بحثی درست نیست و ایشون در حقیقت بحثشون این است که کل اروپا یک دنیایی که بر علیه فاشیسم بله. یک دنیایی که بر علیه فاشیسم هیتلری ایستاده پس اشتباه میکرد. یک دنیایی که 25 میلیون کشته داد تا جلو وحشیگری های فاشیسم نازی رو بگیره اشتباه کرد. نیست همچین چیزی. از انسانیت به دور هست که ترحم کنیم بر پلنگ تیزدندان. حالا این بحثی رو که البته ایشون میکنند در زمان پیش از انقلاب 1357 بحث بین سازمان‌های سیاسی بر این بود که آقا خشونت خشونت میاره و قبل از اینی که ما بخوایم انقلاب کنیم بهتر هست مردم رو آگاه کنیم و با آگاهی مردم و به اصطلاح سازماندهی به اونها هست که ما میتونیم فاشیسم زمان پهلوی رو حالا به هر نسبتی که بوده از بین ببریم. اون زمان یک همچین بحثی شاید، برای اینکه مردم همون کسانی بودن که در خیابان بحث بود اگه یادتون بیاد میگفتیم پاسبان فرانی آدمی رو که انقلابی هست در خیابان میگیره و تحویل ساواک میده، در صورتی که اون کسی رو که تحویل گرفته مدافع حق و حقوق همون پاسبان است، منتها مردم شناخت نداشتن. ولی امروزه کی هست که بگه که 40 سال از دزدی ها و کشتار و شکنجه و نمیدونم تجاوز به ناموس و مال مردم شده و هیچ کس خبر نداره، بذارید اول آگاه کنیم بعدا مردم بیان توی خیابون. همچین چیزی نیست. آقایانی و خانم هایی چون آقایان لطیف زمانی برن بگیرن قشنگ راحت بخوابند، چون ما بچه هامون توی زندان هستن و تا پاشنه های در این زندان ها رو از جان نکنیم ساکت نمی نشینیم. ما بحثمون وقتی میگیم تیر و کمون بچه بازی نیست، وقتی میگیم سنگ بچه بازی نیست. هر کس هر آخوندی رو که در ایران بیاد بایستی از بین هر ایرانی برایش واجب هست که یک آخوند رو از پا بندازه، آنچنان هم بندازه که از جا بلند نشه. بحث ما این هست، شوخی هم نداریم. هر کسی که با ملت ایران و با هر ملت آزادی دیگری با چنین وحشیگری هایی، با چنین تجاوزاتی، با چنین نمیدونم شکنجه هایی برخورد کنه، اون ملت هیچ وظیفه‌ای نداره جز این که برگرده و جواب دندان شکن بده. متاسفانه مشکل ما این هست که جواب دندان شکن به اندازه کافی تا به حال ندادیم. این کار رو بایستی حتما بکنیم. نظر من این هست. بسیار ممنونم. شما در رابطه با فوتبال که مثال زدید، من همون موقع میخواستم بگم که درست گل زدن هدفه، ولی یکی از مواردی که لازمه و به اصطلاح منجر به گل زدن میشه پاس دادن و همکاریه. اتفاقا آقای اکبری از آلمان نوشتن که توپ را وارد دروازه حریف کردن هدف نهایی است، قبل از آن احتیاج به پاسکاری و دریبل و سانترهای به موقع است. و یعنی اینجوری نیست که تو حتی تو فوتبال هم هر کسی توپ رو از این ور زمین بگیره بره،
و یادتون باشه باز توپ فوتبال و اینها رو هم قبلش مربی توی اتاق روی تابلو میکشه که حسن تو به تقی پاس بده، تو اینجوری کن، تو کلک بزن، اونجوری کن و آقای میساری جواب بدم. باز آقای زمانی نوشتن که حتما این کارو میکنم، ما باید خشونت زدایی بکنیم. من شما بخواد اجازه بدید آقای بهرامی بفرمایید. عکسی که براتون فرستادم برای اون بینندتون واسه نشون بده، اون مربی هم همون که حرف شما رو میزنه داره به ما درس میده، اون آقای ماجرانیه. بله بله داره به ما درس. در جواب شما این عکس خودتونه، این عکس خودمه. اون بعدیش عکسی است که اون بیننده خواسته بود که اول برنامه این ما رو تیم تاجه، تیم تاجه آبی دیگه، آبی گفتم که کروازش اون دفعه آبی. من نظر من به آقای سوربی من گفتم قبل از که شروع کنم، متاسفانه بعد اینو بازم بگم، من فکر میکنم 3-4 میلیون کشته میشن این دفعه، 3-4 میلیون کشته میشن. اون اسلحه‌ای هم که تو گریس خوابیده همش در میاد و بکش بکش زیادی میشه. اون ماجرانی مرد این عکس مال کیه چیه؟ مال تیم ملی سال 1971-2 73. بعد خیلی نگرانم، البته خیلی سیاستمدارایی که روشنفکرای بیرون شهر بیرون از ایران همه اینا میگن بی صدا و بی حرکت، نه همچین چیزی نیست. اون آقایی هم که از کالیفرنیا میگفت پمپ بنزینا رو آتیش زدن درست، نه به جایی که اینا هدفشون رو میخواستن برسونن بانکا رو آتیش زدن، گفتن این وزیرا وزرا پولا رو واما رو گرفتن، پولا رو دزدیدن، رفتن کانادا، رفتن سندیاگو، خونه خریدن، شرکت باز کردن، اونا پول ملت رو بردن، بانکا رو خالی کردن که اون مردمی که پول گذاشتن تو حسابا میخوان پولشون رو بگیرن نمیدن بهشون، به خاطر اینکه اون آخونده پسرش پولا رو برداشته رفته یا تو کانادا یا تو سندیاگو یا تو لس آنجلس. و ضمناً این دفعه این آتش خاکستر جدا میشه، به نظر شخصی منه 3 میلیون تا 4 میلیون کشته میدیم، ولی بهتر از اونه که کشورمون تیکه تیکه بشه. شما نمیدونید تو این واشنگتن چه خبره، تو این لس آنجلس چه خبره، تو نیویورک چه خبره، اینا چه پولایی دارن عربستان خرج میکنه به وسیله اسرائیل و آمریکا و انگلیس، پولایی دارن خرج میکنن که این ایران رو تیکه تیکه کنن. هوشیار باشین. میبخشین. خیلی ممنون. خانم تنازی نوشتن که اون عکسه شکل مظلومیه. من میخوام بگم اون موقع که همه جوان هستیم و موامون بلند است، همه ما یک شکل بودیم معمولا. بله. خب ما یک بار آقای لطیف زمانی نوشتن ما یک بار از دیکتاتوری نجات پیدا کنیم و سلام، تخریب و دنبال نمی کنم. خب بالاخره عقاید فرق میکنه با هم. من خودم یکی از اونایی هم که میگم نافرمانی های مدنی با برنامه حتما به هدف میرسه. نمونهش هندوستان و اون حرکت نمک هست، نمونهش آمریکا هست، اون جنبش سیاه پوستا، اون آقای مارتین لوتر کینگ و اینها. و ولی بعضیا مخالفن. آقای ماسالی رو داشتیم، ایشون از اون روز تالا از جمعه تالا شما باور نمیکنید چقدر با من تماس گرفتن دوستان که آقا خب ایشون میگه اسلحه و اینها یعنی چی؟ هر کسی اسلحه گرفت، همون چیزی که منم فکرش کردم، اسلحه گرفت با اسلحه پیروز شد، حاضر نیست این اسلحه رو زمین بذاره، چون اسلحه وسیله‌ای بوده که این به اون قدرت رسیده. و نمیدونم حقیقتش، من یه مقداری گیجم که بعد از این ماجرا یکی میاد میگه دوران گذار، یکی میگه ما 6 ماه صبر میکنیم، یکی میگه ما اون موقع تصمیم میگیریم چه قانونی، چه حکومتی، چه نوع حکومتی باشه. اینا من چون نه درس سیاسی خوندم نه کار سیاسی کردم، متاسفانه یا خوشبختانه بگم نمیدونم و بلد نیستم. و دلیلی هم که این برنامه ها رو ادامه میدم و پی میگیرم اینه که یاد بگیرم. آقای سبا تبار از کالیفرنیا کانادا نوشته بودن مخالف
شدید آقای ماسالی هستن، ولی از من تشکر کرده بودن که من چنین افرادی رو میارم که مردم بدونن و بدونن چه افکاری در بین گروه های مختلف هستن. خیلی ممنون آقای، ببخشید حرف شما کاملا درست است. من همیشه گفتم آن کس که با شمشیر میکشد سرانجامی بجز روبرو شدن با شمشیر ندارد. حالا ولی بس این نیست. ببینید باید همزمان شما فکر کنید که سر سفره راحت پشت میزتون نشستید و دارید برنامه تلویزیون نگاه میکنید. در حال حاضر چندین هزار از بچه های ما در زندان ها زیر دست اینها اسیرند. مردم فرانسه، آقای لطیف زمانی، مردم فرانسه 300 سال پیش ریختن، زندان هاشون رو درها رو شکستن و مردمشون نجات دادن و هر سردمداری که بخواد بیاد با هاشون به اصطلاح اینجوری وحشی بازی در بیاره پدرش رو در میارن. شما دارید به مردم ما میگید که کتک خور باقی بمونید. همچین چیزی نیست. مردم توی دهن اونها خواهند زد و امیدوارم که به حرف آدم های مثل ما گوش بکنن تا به حرف آدم های مثل شما. اشکالی نداره، ایده شما هست، من منظورم توهین نیست. ولی ببینید ما بحثمون، بحث شما هم در رابطه با این که کسانی که با اسلحه بیان اسلحه رو زمین نخواهند گذاشت هم درست است. و به عنوان مثال چند سازمان هستند که تا دیروز به ما میگفتن آقا مبارزه مسلحانه با این رژیم اشتباه هست، چون آبشون رو از آبشخور همین رژیم میخوردن و منظور من حزب توده است و چریکای فدایی. اینها همین الان درمدن که میگن خیر آقا بایستی مبارزه رو مسلحانه کرد. از یک طرف میگن مسلحانه کرد، از یک طرف رفتن به اصطلاح توی عربستان اونجوری که آقای برنامه میگن با اون برخوردها رو کردن. ببینید بحث ما این نیست که ما شکست خورده اون سازمان ها بشیم. با عرض پوزش من مثل این که بایستی برم، این باتری چیزم داره تموم میشه، یک لحظه به من اجازه بدید. البته حرف ایشون کاملا درسته، همین چریکا فدایی همه چی رو کتاب خوندن عملی ندیدن. الان من قبلا هم عرض کردم اینا یک کدومشون تو کشور کمونیستی نیستن، یک کدومشون تو کوبا نیستن، همهشون تو آمریکا و کانادا و فرانسه و فرانسه و کشورهای دیگه. خانم فرهم که کمونیست تو فرانسه. آقا انتقاد به شما جالبه. آقای بها ابهری میگه که ایشون از نیویورک شما رو میگه بهای جان 3 تا 4 میلیون را میپردازه که تجزیه نشیم، در حالی که نه پیشبینی بود. شما سوال کردین، گفتم من نظرم اینه، پیشبینی میکنم همچین حالتی پیش میاد. اجازه بدید، یعنی با سول نمیتونین رژیم رو برگردونید. 3-4 میلیون را میپردازه که تجزیه نشیم، در حالی که به خاطر اولویت مخالفت برای ایشون و راه حل ایشونه که تجزیه خواهیم شد. متوجه نشدم آقای عبری، شما نصف جمله رو رفتی نصف جمله برگشت. آقای عبری شما خیلی عذر میخوام، شما خیلی حفظ عوض میکنی سال به سال، فصل به فصل. روی پله وایسا، اون پله رو بگیر و برو. حالا اگر شما حرفی داری بهتر میزنی، من گفتم نظر من اینه، در حال حاضر من پیشبینی میکنم 3 میلیون تا 4 میلیون کشته میشن. شما فکر میکنین مردم ما رو کی به این حالت در آورده؟ این رژیم چه فشارهای روی این خانواده ها هست؟ آقای زمانیان، آقای نیساری از ایران برای شما نوشتن آقای فرزاد اگر جیگر دارن خودشون بیان در زندان را بشکنن، در رابطه با اینی که آفرین. ببینید صحبت ایشون صحبت بسیار به جایی هست، صحبت بسیار به جایی هست و هیچ ایرادی هم در این نیست. من که مدعی رهبری ایران نیستم که بگم آقا بگیرید بدید دست من، درست؟ حالا منم بلند شدم امروز رفتم توی ایران، رفتم توی ایران و من رو گرفتن و اعدام کردن. بعدش چی؟ ملت رو بایستی بسپاریم به دست آقای لطیف زمانی یا بسپاریم به دست آقای زمانیان که بشینن بگن که آقا جون اشکالی نداره بذارید بزنن توی سرتون و حالا ایرادی نیست،
سر ماه به ماه که شد زنها و دخترهامون رو میریم تحویل به اصطلاح این آقایون و آقازاده ها میدیم، میگیم چند شب با اینها بخوابید، حالا اگر امکان داره غذا رو نصف قیمت به ما بدید. بحث اینها این هست. اگر با کشته شدن مثلا یک نفر مثل من مسئله حل هست، هر وقت آقای زمانیان پیدا کردن که با از بین رفتن کسانی مثل من جمهوری اسلامی شکست میخوره، من قبلا هم به شما گفتم آقای سربی، اگر در ایران جنگی در بگیره مطمئن باشید از توی ایران با شما صحبت میکنم، ایرادی در این نیست. در زمانی که جنگ با عراق بود چطور تونستم از خارج از راه غیرقانونی وارد مرز بشم و در آزادی خرمشهر بجنگم بعد هم برگردم؟ الان نمیتونم، سن بگذره، مگر ما انسان چند سال عمر میکنه؟ ولی حاضر نیستم به جوان ایرانی بگم که برو بگیر بخواب، خانواده زن و بچه و فرزندت رو در اختیار این تجاوزکارها قرار بده، فقط به صرف این که امکان داره کشته بشی. همچین چیزی نیست. حالا آقای زمانیان اگر فکر میکنه که با آمدن افرادی مثل من در ایران موقعیت تغییر پیدا میکنه، بفرمان، من میدم تغییر میدم. تا همه مردم دست به دست هم دیگه بیرون نیایم، هیچ فردی به تنهایی قابلیت شکست این رژیم رو نداره. انقلابی در ایران که توسط فرد انجام بگیره میشه همون رضا قلدر بزدل، میشه همون حاج محمد رضا شاه پالانی و میشه همین آقای خمینی دجال. بنابراین تنها انقلابی در ایران پیروزمند هست که همه مردم، چه از من و چه از شما، در اون شرکت بکنیم. و متاسفانه آزادی بی بهانه است، تنها زور است که از پس زور برمی آید، اما بایستی با به اصطلاح نقش ریزی، بایستی با پرریزی، همون جور که در رابطه با مسئله فوتبال صحبت کردید که این توپ رو بایستی پاسکاری کرد، نمیدونم برنامهش رو ریخت، با من با همه اینها موافق هستم و برای همین هم هست که میگیم هر کس در توان خیش از سنگ ریزه گرفته تا چکاندن ماشه، اما گفتیم زدن به مردی جستن به مردی. ما هرگز در نیومدیم بگیم شهید پروری درست است، هرگز به کسی نمیگیم بره خودشو با کشتن بده، اما بحث ما این هست که بیکار هم ننشینید، هر کس در توان خیش. خیلی خوب، اونها در داخل ایران همچین کاری میکنن. حالا صحبت من این هست، الان آقای ایرج مصداقی یکی از این به اصطلاح شکنجه‌گرها رو در سوئد گرفته تحویل زندان داده. شما میدونید معنی این یعنی چی؟ اگر این شخص آقای مصداقی پیروز بشه در بزندان انداختن این به اصطلاح اهریمن ها، میدونید چه حساب کتابی تغییر پیدا میکنه؟ اگر ما بتونیم آقای خامنه‌ای و اون دو سه نفر دیگر رو که نام بردیم در دادگاه الهه محکوم کنیم که با مدارکی که در دست هست، که صحبت‌های خودشون هم هست، ما میتونیم محکومشون کنیم به عنوان شاکی، من قومتیش از دست دادم. این به همین سادگی نیست. بنابراین من یک شاکی هستم، یک شاکی که زنده هم هست و میخوام اینها رو محکوم کنم. چه ایرادی هست اگر ما اینها رو به دادگاه بکشیم؟ مردم ایران میفهمن که آقا در دنیا هم کسانی هستن که از منافع اینها دفاع کنند. ضمناً دشمن امروز فقط در ایران نیست، اینهایی که در ایران هستن دشمن روبروی مردم هستن، اما همین سازمان های به اصطلاح دولت های بیگانه که در خارج نشستن و مدعی دموکراسی و به اصطلاح انسانیت و کرامت انسانی اینها هستند، اینها دارن با همکاری میکنن با اینها. خب کی میخواد با اینها در بیفته؟ آقای زمانیان میخواد در بیفته؟ راه دیگرش این هست که ساکت بنشینیم و بگیم آقا جون نافرمانی مدنی کنید، همه حقوق میخوان، چند مدت میتونن نافرمانی مدنی کنن؟ شما حساب بکنید، بنزین رو برده بالا، بعد در میاد میگه که آقا قیمت تمام چیزهای مایحتاج زندگی روز به روز داره میره بالاتر. خب کی میخواد این پول اینها رو بده؟ مردم از گرسنگی خواهند مرد. میشه همون مسئله رقاقلدر و بزدل که در دفاع از به اصطلاح انگلیسی ها اسلحه به روی مردم ایران کشید که نیان به اصطلاح مخالفت کنن، نگذاشتن که جنس از هندوستان و جای دیگه وارد ایران بشه، 10 میلیون ایرانی از بین رفتن. آیا صحبت آقای زمانیان و مشابهان این هست که ما ساکت بنشینیم تا 10 میلیون انسان دیگر هم بمیرن؟ از قحطی مردن بهتر هست 10 میلیون، یا اینکه بهای آزادی رو بدیم و 3 میلیون کشته بدیم و اینها رو از کار بندازیم؟ خب هر کسی نظرش متفاوت هست،
پیشنهاد من به پدرها و مادرهای درون ایران این است: نبایستی بگذاریم که صدای فرزندان اینها در زندانها خفه شه. اون پدر و مادری که از من و آقای زمانیان بسیار رشیدتر هستند و در خیابان میرن و فریاد میکشند بسیارن، اونها بایستی برن و پشت درهای زندان انقدر فریاد بزنن که صداش به گوش بچه‌هاشون برسه، که بدونن ما بقیه خانواده پشت سر اینها هستن. و مطمئن باشید همون جور که در 1357 بیرون آمدیم، این بار هم بیرون خواهیم آمد و بهای آن را هم خواهیم برداشت. خب شوخی نیست مردن، شوخی نیست جنگیدن، ولی ما هم این کار رو کردیم. آی سردی، در همون نشریات چاپ شده رژیم منحوس عکسای من هست در جنگ در آزادی خرمشهر. نیازی نبود که من برم. من وقتی رفتم به سفارت ایران گفتم میخوام برم به جنگم، گفتم برو آقا خودت بلیتت رو بگیر بلند شو برو به جنگ. اینا یک همچین کسایی هستن. 6 نفر بودیم رفتیم، فقط 1 نفر برگشتیم. اون 5 نفر هم یکیشون رو دار کشیدن، بقیه هم از پشت با تیر زدن. اینا یک همچین آدمایی هستن. حالا من کاری ندارم، ولی باید رو در رو شد و بایستی با اینها جنگید. هیچ راه دیگری نیست مگر اینکه در بیان بگیم آقا جون تمام این کارهایی که داریم میکنیم، این صحبتهایی که میکنیم درشو تخته کنیم و ما هم بریم مانند اونها به اصطلاح شروع کنیم به تجاوز و نمیدونم خودفروشی و مردم فروشی و مملکت فروشی و کارهای مشابه. اجازه بدید آقای بهرامی حرف بخوام. من یک کلام حرف بزنم راجع به خانواده پویا بختیاری. سای من اول قضیه، من اول به خانواده‌ای که کشته شدن تسلیت عرض میکنم، احساس همدردی میکنم. مادر پویا بختیاری هم دوره با شما بودن، معلم بودن، دبیر بودن و 30 سال هم تو آموزش پرورش کار میکردن، معلم بودن. خامنه ای هم برایش نامه داده، گفته ما عوض میخوام خانواده شما رو بشوهده. گفته پوفیوس دیگه نامه برای من نفت، خودت هم بیای پشت در، من در خونم رو به روی شما باز نمی کنم. رئیس حسارت آموزش پرورش برایش نامه داده بیاین اداره. رفته اداره، البته گفته برای چی نامه دادیم، میتونستیم تو زنگ بزنی یا بیاین منو تو مدرسه ببینی. رفته اونجا به ایشون هم گفته در اتاقش بسته بوده، به اتاق بغلی گفته اگه ایشون اومد بگی میتونم به من زنگ بزنن، من احتیاج نداره بیام اینجا. و ضمناً بهشون بگم من از امروز خودم استعفا میدم، فردا دانش آموزا رو میبره سر کلاس به دانش آموزا توضیح میده، میگه دونه به دونه شما هم مثل پوهای بختیاری پسر من باشین، مبارزه کنیم برای حقتون، برای آزادیتون. آفر من اینو می‌خواستم بگم چون شما دبیر هستین. بختیاری منتظر برگشت من به ایران نیست. خیلی ممنون از هر دوی شما دوستان. آقای ابهری اون وبسایت خودشون رو که اسمش هست در پی حقیقت اینجا گذاشتن و یه موضوعی رو، یه مقاله رو نوشتن به نام چه باید کرد. اگه کسی میخواد میتونن اون رو هم دوستان بخونن. اگه صحبتی دارن بعدن با آقای ابهری تو همون صفحه‌ای که می‌نویسن اون پایین میتونیم به اصطلاح کامنت بنویسید و شاید یه وقتی هم ایشون تصمیم بگیره از طریق مردم تیوی از این سکوی ارتباطی با شما باشه. آقای نیساری از شما تشکر میکنم، اگر باز صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه میدونم اونجا دیر وقته، ما از شما خداحافظی کنیم، به امید دیدارتون باشیم در برنامه آینده و در روزهای بهتر. بسیار سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. فقط یک مسئله کوچک رو من اعلام کنم، با اون این است که این آقای حمید عباسی یا حمید نوری رو که در سوئد گرفتن، فکر میکنم 1 هفته 10 روز دیگه دادگاه دومش هست که پروندهش رو ادامه بدن. من این کار بسیار شایسته ای هست که آقای ایرج مصداقی شروع کرده، واقعا همتی به خرج داده و علارغم ایرادهایی که بسیاری گرفتن به مسئله‌ای که گویا وکیلشون مدافع شورای گذار از فلان بلان هست، که من خودم هم موافق با شورای گذار نیستم، اما این حرکت بسیار درستی است
خواهش من از تمام ایرانی ها این هست، هر کسی که مدرکی داره، مدرک نه این نه امضا کردن اینها بیفایده است، هر کسی که مدرک در رابطه با این شخص داره باید که حتما به اینها کمک کنه و به اینها برسونه. این یک وظیفه انسانی است. شکست به اصطلاح این جنایتکارها پیروزی برای همه مردم ایران هست و دست شما را از راه دور هم میفشارم. میفشارم زنده و پیروز باشه. میبخشید من میذارم این خانم بختیاری، مادر پوه بختیاری، برای من نامه نوشتم، من ایشون رو نامه شد دادم در سازمان ملل، عکس خودشون و پدرشون و خانوادهشون هم فرستادن. حالا نمیدونم اگه شما هم چیزی دارین بالای اون نامه بنویسیم برای حالا نژاد ایران و این نامه میرد برای سازمان ملل، هیچی دیگه اضافه نکنین که کسای دیگه بتونن سوء استفاده کنن. منظور من میفهمی آقای بعد صحابی. من چون یه آدم روکی هستم میخوام یه جوری باشه که همه چی به رای درستش بره، بعد یه روزی یکی در سازمان ملل به حرف من گوش میده، من تا اونجا که بتونم هر قدمی بردارم برای ایرانیا قدمو برمیدارم. آقا ممنون از شما آقای نیساری، اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. زنده و پیروز باشید، روز شما خوش. به امید دیدار. همچنین. خب آقای بهرامی جانم با شما هستیم و این کتاب شما زیاده من میخواستم بگم شما ما اصلا یک کلمه شما شروع نکردیم. بفرمایید من ساکت باشم. نه اون عکس هم که فرستادم برای بیننده هم میخواستیم بیننده عزیز این عکس ها رو اگر به تلویزیون مردم اون تلفنه بفرسین اینجوری مستقیم میاد، مستقیم میاد داخل اینجا یکم راحت. برای من نه، برای من که میفرسین من باید بفرسمش به اینجا. دوستان این بیمارستانیه که به اسم بهرامی و همون بیمارستانی که بعدشی پدر آقای بهرامی مؤسسش هستن و یکی از بسیار عقیده هایی که این رو بنیان کردن این بوده که این مجانی باشه، مثل سنت جود اینجا که از پدر و مادرها چیزی نمیگیره و حالا یا با کمک مردم یا خیریه های سازمان های بین المللی و اینها، ولی گویا آخونده از این راه هم دارن استفاده می کنن. ضمناً آقای اپری نوشته بودن که آقای نیساری مجاهدین سازمان دارن، رضا پهلوی سازمان داره. من فکر کنم رضا پهلوی سازمانی داشته باشه. سازمان 6 تا تنها سازمان کرده پول گرفته. پول بگیر و حرف بزنه. ایشون نوشتن مجاهدین سازمان دارن، رضا پهلوی سازمان دارن، دیگران سازمان دارن، شما هم بیا سازمان تشکیل بده. من از شما دوستان خواهش میکنم، چه از آقای زمانیان چه از آقای اپری، به این و اون نگید بیا این کارو بکن. آقا اینا میگن برو سنگ بنداز، برو اون یک آقای ماسالی میگه برو دستله بردار، شما یا میری یا نمیری. دیگه لازم نیست به خود اینا بگی اگه راست میگی شما بیا، اگه نمیدونم حرف دور ماردی حرفش ده گلولش. من دیدم خواهی شما. خب دوستان عزیز با آقای خسرو بهرامی هستیم، ایشون نیویورک زندگی میکنن، محل کارشون نیویورک، سالها در سازمان ملل بودن و اگر صحبتی سوالی دارید من شماره تلفن مستقیم ایشون رو الان اینجا نوشتم 516-637-57-45 با خودشون تماس بگیرید، با این شماره شما میتونید تکست هم ارسال کنید. مستقیم با خودم صحبت میکنید. برنامه های مجانی هستین، واتساپ و نمیدونم ما رو چی ندارم، همه چی پولشو میدم را آخ بهتر. چون این بیمارستان دانشگاه هست دکترم بیرون میده. آه یعنی آره مثل دانشگاه های اینجا که برای کودکان هر چون ما اون زمان باید دو تا بیمارستان کودکان داشتیم، خدا ای میگن خدا بیاموزه محمد رضا پهلوی ها، ما دو تا بیمارستان کودکان تو تهران داشتیم، حالا شهرستان ها تهرانش بوده بله. یه بیمارستان کودکان تو جاده قدیم بود، این بیمارستان بهرامی هم تو تهران نه. اونایی که میخوان مبارزه کنی برین در خونه اینا رو بزنین، اونایی که تو ایران میخوای مبارزه کنی برین در خونه اینا رو بزنین بله. اینا رهبر کسایی هن که تمام این کلاهبرداری ها اجرا میشه. ما همه 350 تا وزیر و معاون و اینا داریم،
در جمع ما 400 هزار نفر کلاهبردار داریم. این 400 هزار نفر هستن تمام ایران و بانکا رو خالی کردن. این یه بار دیگه این عکس تیمی شما رو تیم نشون دادم. این منم اون شما گوشه. اینجا هستم بله بله. این گوشه بعد میبینید تقریبا همه قیافه ها بله یک شکل و 60 دیگه بله موها بلند و معمولا بعضی ها سیبیل دارن و اینها بمانند جوانی کجایی بله. خب این 40 سال شما فکر کنید 300 نفر ایران دارن میگردنن، از این پسر خاله میره به اون پسر عمو، پسر عمو میره پسر دایی، همش اینجوریه. شما چیزی تغییری ندیدین در ایران؟ این آخونا اینجوری مستقر هستن که شما میگین این 40 سال همش این بوده، فامیلی بازیه. ولی اینجا که ما آمریکا که هستیم یا راستی یا چپی، بعدن حزب دیگه ای وجود نداره. ولی تو اروپا هم همه گروه های مختلف هستن، کسی نمیتونه بیشتر از 4 سال حکومت کنه، باید خیلی خوب باشه بتونه 4 سال دوام بیاره، 4 سال دیگه هم انتخاب بشه. چون میدونی ایران الان فامیلی بازی باشه، مافیا بازیه، یکی پسر عموش رو برده، یکی پسر خاله شو برده، گفتن هزار فامیلی. حالا دیگه الان شما این 400 نفر بگیرین تمام بانک ها پر پول میشه. این دوستون با انگلیسی نوشته، نمیدونم چرا با فارسی ننوشتی، نوشتن که I am 110% agreeing with Mr. فرزاد نیساری، we must together. میگن که ایشون 110% با آقای نیساری موافق هستن، we must together، ما باید هممون با هم یک صدا بشیم، از آمریکا تا اروپا تا آسیا تا آفریقا تا ایران بریم و make sure the regime is in the stage of collapse، وقت مطمئن بشیم که حکومت ایران در حال فروپاشی است، and we must push them forward. عزیز من این مستی که شما استفاده میکنین این کار غلطیه. هیچ مست و شل و شود و اینها وجود نداره. شما نمیتونی برادر خودتو با خودت همگام کنی، شما نمیتونی همسر خودتو با خودت همگام کنی. وی مست، این چیزای رویایی رو بریز دور. آمریکایی هم میگه صبح چشمتو باز کن، smell the coffee. میدونی میگه بیدار شو، صبح شده. اگه چشمت هم نمیبینه و نورم نمیبینه، از کافی که مردم دارن درست میکنن بفهم که صبح شده. وی مست، وی شل، وی شود، اینا یعنی چی؟ هیچ کس هیچ obligation، هیچ وظیفه ای نداره. اگر شما تونستی با حرف درست، با حتی برنامه پول میدم، آقا پول میدم بهت، بیا وظیفت اینه، من بهت این پول میدم، وظیفه رو انجام بده، یا آقا من با این حرف فلان شما رو راضی به یک خدمتی میکنم. ما بلد نیستیم هی همه باید، آقای ماسالی میشینه اینجا میگه ما باید این کار بکنیم، بگی آقا چند نفر رو قبول داری؟ هیچ کس قبول نداره. شما این تومارایی که من درست کردم، خدا وکیلی اون تومار 2016 راجب ایرانی ها را بدم تو آمریکا که میگفتن کشور تروریستیه، من 250 نفر امضا گرفتم. ما 600 هزار نفر ایرانی تو نیویورک داریم، چرا نیومدن نامه من امضا کنن؟ من یه بردم تو سازمان ملل، بردم حداقل با این 200 نفر تونستم تو ایرپورت کندی ایرپورت و لاگاردیا و نیجرزی 15 تا ایرانی ها بتونم وارد خاک آمریکا کنم، جلوشون رو نتونم بگیرم. با وکیلای مفتی تونستم اینا رو بگیرم، داوطلبانه. ایشون همچنین ادامه داده که بله همین ایرانیان توگیدر لیتس گو تو فایت، همه با هم بریم بجنگیم تو گیت رید آف دیس کپچرد رژیم. شما اینو داشته باشی، ولی ایشون حاضر نیست اسمشو بنویسه زیر این. برای خاطر همینم انگلیسی نوشته. ببینید بریم بگیریم بزنیم بکشیم، اسمشو حاضر نیست بنویسه، حتی یه اسم قلابی بنویسه که ما بگیم آقا آقای حسن اینجا میخواد بره بزنه بکشه. آقا من بلیت هواپیمای شما رو میخرم، نمیخوام آدم
بی چیزی باشم، درست. بی انصافی باشم، بلیت راوند تریپ برات میخرم که اگه پشیمون شدی برگردی بیا. و من به این و اون میگم نکنید، به این و اون میگم نرید، ولی چون شما به دیگران میگی بیر برید بزنید بکشید، من میگم بلیت شما میخرم، کی میخوای بری؟ مهمون من بی برو ایران. آقا این حرفا چیه؟ نشستیم اینجا هی بریم بزنیم بکشیم؟ آقا اونجا که بتونیم سعی کنیم. شما میگید 3 میلیون 4 میلیون کشته میشن، شما دارید پیشبینی میکنید؟ من پیشبینی اینجا میگن، اینجا هم آمریکا میگن اگه این ترامپ انتخاب نشه جنگای داخلی دوباره شروع میشه. 150 سال پیش اینقدر هزار تا کشته شدن، الان اینقدر میلیون کشته میشه. اینو داشته باشید. این فرق میکنه با این که بریم حالا 3 میلیون هم کشته بشه. این حرفیه که یه خانم صهیونیستی از کالیفرنیا، کالیفرنیا بعد گفت که 7 میلیون اسمش نمیخوام بگیم. حالا 7 میلیون هم کشته بشن، خب ما اون موقع 30 میلیون بودیم. این هنوز تو دوره شاه داره زندگی میکنه. ما اون موقع 30 میلیون بودیم، حالا اون موقع 67 تا شدیم، حالا 7 تاش کشته بشه، هنوز 60 میلیونیم، دو برابریم. اینجوری نیست عزیزم، دنیا اینجوری نیست. اونها برنامه داشتن، اونها 15 سال رفتن تو تپه‌های فلسطین، تو کوههای آفریقا، تو فلان، اسلحه و نمیدونم ملیشیا و جنگ و چیز دیدن، دوره دیدن، بعد آمدن. امروز دوستمون یه شعری برای من فرستاده بود، همین آقایی که وقتی تو میگویی وطن من خاک بر سر میکنم، آمده بود شعر وطن رو میگفت. گفتم ای کاش خمینی هم شعر میگفت. بعد یادم افتاد خمینی شعر میگفته، ولی شعراشو نمیداد به مردم، نمینوشت، یعنی مینوشت ولی به مردم نمیگفت. روزی که مرد شعراش اومد، یعنی آقا شعرها رو بذارید پس مرگتون، الان یه برنامه بدید، بگید ما فردا میخوایم برید باید بروند. چشم، نامه شما رسید، ما تا امروز بلا تکلیف بودیم، دیدی زور شما گفتیم ما چی کار کنیم، اینها ایشون دستور دادن ما رفتیم. دوستان برنامه رو تمام میکنیم، همینجا داریم میریم به جنگی. ولی اینجوری نیست، نه خواهش میکنم، حرف درست میزنید، حرف درست باشه باید منطقی قبول کنه. الان به این وضعیت نیست که بخوان راجع به ایران اینجوری تصمیم. ما هدفمون اینه که ایران قطع قطع نشه، ایران یک پارچه باشه. ما انقدر آدمای روشنفکر باسواد داریم، مهندس داریم، دکتر داریم، آرشیتکت داریم، فیزیکدان داریم، اینا باید بیان خدمت بکنن تو ایران. تو این آمریکا، تو اروپا خیلی آدمای باسوادی ریخته. شما وظیفه دارین با اون کشور خدمت کنین. خود منم همینطور. من نمیرم برم، نمیخوام وزیر بشم، نمیخوام نخست وزیر بشم، کسی بشم. دازم برای 3 تا خانواده ما دست دادم، ولی من بعد برم به پوزیشن خودم خدمت کنم. اگه جونی در بدن داشته میرم در همون مخابراتی که هستم رو تخصصم خدمت به کشورم میکنم. وقتی که ببینم ایجاب میکنه اون مملکت میخواد تیکه پاره بشه، نه منم میرم اسلحه به دست میگیرم. آف کورس من چیزی ندارم، هدفم اینه که اون ایران هم، اون خاکم آزاد بشه، وابسته نه به آمریکا بشه، نه به هی اسرائیل بشه، نه به روسیه بشه، نه به فرانسه و آلمان بشه. ما میتونیم رابطه داشته باشیم ولی خودکفا باشیم. ما آدم های باستعداد زیاد داریم آقای سور، لازم نیست وابسته باشیم، میتونیم مستقل باشیم. اینا الان نقشه موساد فقط اینه، میخواد اون کشور تیکه پاره کنه. کرده یه طرف، ترکا یه طرف، خوزستانی ها یه طرف برنامه ریزی کردن، نقشه کشیدن برای ایران تیکه پاره کنن. آقا میگن معرفی کتاب آقای بهرامی چه شد؟ چون قرار بود در رابطه با کتابش ما کتابی که آقای احمدعلی مسعود انصاری هم میبینم اینجا هستن. آقای انصاری چون شما نبودین ما پیام شما رو پخش کردیم، درباره پیام شما هم من نظر دادم هم ایشون. اگر من به اشتباه گفتم زمین‌های اوقاف رو می‌گرفتن، یادتون باشه این یه رسمی بود اون موقع، این کارو می‌کردن. ممکنه درباره شما زمینه را از آقای ارباب خریدید، ولی فکر کنم یکم برید عقب ببینید آقای ارباب اون زمین رو مثلا از اوقاف گرفته بوده 99 ساله یا از این ماجراها کم نبود. و من بارها گفتم متاسفانه همون چیزی که تو آمریکا بهش میگن پیر پرشر، توی ایران هم اینجوری بوده. مثلا وقتی توی کلوپی بودین، توی جمعی بودین که همه زمین میخریدن و میفروختن، شما خود به خود یه وقت یه روز بهتون یکی میاد آه شما چرا زمین نمیخری؟ میدونی چی میگن؟
خیلی وقتا من میرم یه جایی طرف میگه آه یه برنامه میاد مثلا راجب روز... کامران راجب کامران دیبا ایشون صحبت کرد، من تا امروز اسمشون نشنیده بودم، شما اگر مایل هستید چیزی بگید. آقایی که پرسیده بود کتاب، من کتابی قرار نبود بنویسم، من کتابی قرار بود فیلم 4 ساعت یا 5 ساعت ولی دیسکاوری چنال بود با هم قرارداد این امضا کرده بودن که 4 میلیون بدن. یه داکیومنتری بود. داکیومنتری بعدن گفتن نه این برنامه میکشه به یه ماه. بعدن قرار بود اینا 4 میلیون، من قرار شد یه سری زمین توی هتل وو بود، گفتم شما یه بیمارستان اونجا بسازین به جای پولی که به من بدین، بسازین با وسایل پیشرفته به وقت روز برای کودکان، قرار بود این کار بشه به جای موزش. آقای انصاری میگن اون آقای ارباب زرتشتی بود، بعد خانم تنازی میگن اروپا وضعش خرابه، دولت‌هایش با ملاها هستن. از ماه دیگه جنیوری تمام اروپا رکود اقتصادی میشه، آماده بشین. آقای سعید میگه که در آبادان بیمارستان شرکت ساخت انگلیس ها بخشی مربوط به کودکان بود، فقط برای کارمندان شرکت نفت، نه عمومی، نه چیزی به اسم بیمارستان کودکان. ما 2 تا بیمارستان کودکان داشتیم در تهران، یکی بیمارستان کودکان روبرو حسینی ارشاد، یکی هم بیمارستان بهرامی خیابون تهران و خیابون بهرامی روبرو پادگان نیرو هوایی. اونایی که تهران رو خوب میشناسن خیابون تهران نو. بله. آقای ابهری نوشته بودن که من نه ساکت ننشینی، ببینید چجور میپره میره بالا الان. بله بله. نه ساکت ننشینی به راه های مسالمت آمیز عملی و منصفانه بپیوندیم و موجودیت دیگران را به رسمیت بشناسیم تا شاید در طول زمان به رسمیت شناخته شویم. بله. آقای انصاری هم میگن من چون برنامه را ندیدم نمیتوانم. نه الان جواب بده آقای کامران دیوار شما. اجازه بدید. لطف کنید آقای انصاری برنامه رو بعد از اینکه ما خداحافظی کردیم تماشا کنید، باز اگه صحبتی داشتید چه در برنامه‌های آینده چه در به اصطلاح به صورت تلفن مستقیم با من صحبت کنید. وقتی متوجه نشدن ما نه الان اون موضوع رو نمیگید، من اصلا میون بول میزنم. آقای امیر آقای انصاری نه اصلا اونا رو نمیگم. آقای انصاری شما قرآن رو میگید تفسیر میکنید به نام خدا شروع میکنید، اون خدایی که شما قبول دارین CIA دست شما رو بوسید به شما پول داد با رضا پهلوی، یا عربستان سعودی دست شما رو بوسید به شما پول داد، یا اون پادشاه اردن، این حرام هست؟ شما بعدا میگین ایرانی؟ اجازه بدید شما که الان یه شرکت دارین یه نفر به عنوان حسابدار برای شما کار میکنه. بله. سوربی میاد یه چک میذاره اونجا برای آقای بهرامی، این حسابدارم چک میگیره، آیا این مسئوله؟ آفکورز مسئوله. چه مسئوله؟ این کارش اینه که چی کار میکنه به شما؟ این چکو به چه حسابی گرفته؟ ایشون رفته مامورای CIA رو دیده تو کافی شاپ تو رستوران نشستن معامله کردن. خب رضا پهلوی معامله کرده. نه ایشون خودش میگه من مشاور رضا پهلوی بودم. ببینید مشاور مالی اون احمد انصاری، اون احمد اویسی میگه ایشون حسابدار بوده. بله. ایشون میگه من مشاور رضا پهلوی بودم با CIA راکوفلر سنتر تو نیویورک، من رفتم تو اتاقشون، چه پولای ما گرفتین، شما از پادشاه اردن پول گرفتین که عربستان سعودی تو سوتکیس کرده بود به شما داد، به چه عنوانی داده بود که آقای رضا پهلوی ببرین ایران، چقدرش تو جیب شما رفته چقدرش تو جیب اون، پس شما هم گناهکاری. نه یا آیه قرآن بیاریم. من میبینم از آقای انصاری ایشون نه بیزینسی داره نه شغلی داره، اینجا اگر چیزی داشت رضا پهلوی دنبالشه عزیز ما، 20 سال دنبال ایشونه دیگه. آقای صاحبی میبینیم من یه چیزی خودمونی رک بگم، من اون موقع که سازمان ملل کار میکردم خیلی از این دوروبری اومدن به من آفر دادن، رشوه بدن. من همون آلمانو میگم که اونجا هم بودین، در اون سالا هم که اونجا بودین
همون ایوب بله که میشناسینش، مترجم این ایرانی بود، میومد تو سفارت آمریکا مترجم میگفتم احتیاج نداری، اون فارسی صحبت میکنه من میفهمم، من آلمانی میگم، و به این ایرانی ها میگفتم انقدر دروغ نگین، بگین ما طرفدار آزادیم، همه تون میگین ما پسر شاه بودیم، نخست وزیر بودیم، تیمسار بودیم، فلان بودیم، انقدر داستان درست کردیم، این سفیر خودش فارسی از منم بهتر صحبت میکنه، ما هممون سیاستمدار شدیم، انقلاب که شد چهار تا کتاب گذاشتن زیر بغلمون شدیم سیاستمدار. ولی آقای انصاری نوشتن آقا چرا دروغ میگی؟ من با گرفتن پول آقای رضا پهلوی مخالفت کردم. دوستان آقای علی حیدر علی شهبازی خدا رحمتش کنه، ایشون هم به من گفت وقتی که دوره صدام بوده یه چند نفر آمده بودن تو خونه رضا پهلوی، حتی آقای شهبازی برای من توضیح داد که من از اتاق بغل با گذاشتن یکی از این لیوانها اینجوری برعکس به چیز گوش دادم و وقتی رضا پهلوی آمد بیرون بهش گفتم که تو تخم بابات نیستی اگر با این عربا معامله کنی و پول بگیری. ولی آقای انصاری درباره پول گرفتن از مراکش و کشورهای دیگه صحبت کردن که حتی گفتن مراکش هم بعدن رغبتی نشون نمیداده و چند بار قرار گذاشتن نیومده، اون پادشاه ملک حسن، ملک حسن بود اینا، بعضی حسن نمیخواست ببیندشون. بعضی وقتا همون، بعضی وقتا ما یه چیزی رو که یکی دیگه میگه درباره یه اسمی ببینید اینا رو اگه شما بنویسی بگی آقا تو فلان روز توی فلان برنامه دقیقه این اینو گفتی، اون وقت مستند میشه و بهتر میشه. آقای بله بفرمایید. آقای انصاری غیر از اون یکی دیگه بود جوابشو بدم، اون آقای سعید بود راجع به کتاب شما جواب داد، این جواب دادم گفتی بله گفتید آقای انصاری داکیومنتری بوده. آقای انصاری شما قبل از اینکه برین دادگاه مگه از CIA پول نمی گرفتین ماهیانه 300,000 دلار؟ یه مقدارشو به آقای ثابتی بعد بدین، رئیس ساواک شکنجه‌گر که خون ملت رو تو شیشه کرده بود، که الان فراری شهرکسازی داره تو کالیفرنیا تو سندیاگو، اون رئیس دفترتونم که شما حسابدار رضا پهلوی بودین، اون احمد اویسی، همون خیابون چرچل استریت رو شما میدونی، من بچه اینجا نیستم، تمام اون آپارتمان مال ایشونه، مال همین پسر شاهزاده است چلو کباب خور زنده است، حالا چون یه مدت حالش خیلی خراب بود. بعدا آقای انصاری شما از سیاهی که گرفتی هیچی، از پادشاه اردن مگه نمی رفتین چمدون چمدون پول می گرفتین برین پشتتون اردن که قبل از انقلاب قهر میکنه؟ نه قهر کرد، اون عکسی که برای شما فرستادن با جیمی کارتر رفته بودن صحبت کنه، اون عکس گرفتین، این پادشاه سعودی پولو از طریق ایشون به ایشون میداد، خود ایشون هم پاس اون کشور رو داره، پاس دمشق رو داره. همین آقای انصاری به این فرامرز همین ارسلان افشار وزیر دربار بوده، ببین چی میگه، آخرین دقیقه که شاه مرد ایشون بالا سرش بود، سرلشکر عظیمی، سرلشکر عظیمی امینی نژاد، این سه نفر وصیت شاه رو دیدن، شما که مشاور شاه بودی میگین وصیتش نداده فرع داره، نه وصیتش دست این سه نفره. نه اینم بگم آخرش ببین، شما الان تو آمریکا هستی، ترامپ میگه این آقا مشاور مالی منه، درست. این آقا مشاور حقوقی منه، یه خانم نسبتا جوونیه میگه این مشاور دینی منه، درست. وقتی آقای انصاری میگه من مشاور شاه بودم و بعد مثلا حسابدار رضا پهلوی بودم، این مشورتی که شاه با این داشته باید ببینیم در چه قسمتی بوده، همه چیزها رو که نمیگه، بارها شده من از ایشون یه اسمی رو پرسیدم ایشون گفته من نمیشناسم نمیدونم، با وجودی که ممکن بوده هر روز اون طرف توی دربار بوده. حالا اجازه بده من از آقای انصاری میخوام که درباره کامران دیبا و نقشی که داشته کامران دیبا، اون پارکی که یوسف آباد درست کردن 30 میلیون درست خوردن، این کاغذشه، اون
موزهی که درست کردن برای تابلوهای نقاشی، 300 میلیون دلار اینا تابلو از فرانسه آوردن. اینو فره اون عموتونه دیگه، کامران دیبا عموتونه دیگه. فقط ایشون که نمیتونه باشه، عمو فره هم عمو هم فره هست. من هم نمیگم ایشون نوشته تمام حرفای شما دروغ کامل هست. بعدن همین آقای کامران شهر شوشتر اون شهرکسازی رو کرده، ایشون کی تونه؟ اون کامران دوبا نه اینا ضربه در بزن اینا نه اینو ببین تو بی بی سی بزن، تو بی بی سی کامران نامه خودش با زبان خودش هم میگه الان قایم شده تو اسپانیا. بزنید اینا رو برگردید از اون اول. نه اینو میگم به جواب من میگم یک ساعت و 50 دقیقه هم بیشتره. اوکی من این کم بگم اون عکسی که شما با فره فرستاده بودین برای آقای صوفی نشون میده، شما با شورت نشستین پشت فره، تمام اسباب بازیت بیرونه، بعدا شما آیه قرآن میاری برای ما، قرآن تصویر میکنی، خدا رو میبندی به مسیح، مسیح رو میبندی به علی، میخوای برای ما دین شناسی کنی؟ بابا دین شناسی هم یه حدی داره. این دوست اگه میخوای ماست رو به دو پلو بخوری فرق میکنه. بله این دوستونم باز لطف کرده تکس فرستاده، اسمش رو نوشته، نه این بارم اسمش رو نوشته. میگن که you probably have noticed that it's demonstration in many countries against Iranian regime. آقا 8 تظاهرات اینجا بود، 8 گروه مختلف تو یک روز، هیچ گروهی اون یکی رو قبول نداشت. یعنی ببخشید اینو میگم، منم که اینجا هستم مثل مردم ایران میگم والا اگه اینا بیان همینا هم دیگر رو میخوان بکشن. 8 گروه اسماشون هست، برید نگاه کنید عکساشون هم هست. یه سری با آقای تقی مختار بودن، یه سری با آقای ماسالی بودن، یه سری با ایکس بودن، یه سری با ایگرگ بودن، هیچ کدومشون اون گروه رو قبول ندارن. دلیلی هم که 4 تاشون توی گروه بودن اینه که یا خونهشون یه جاییه با یه ماشین خواستن بیان که پول پارکینگ ندن، یا یه چیز دیگه ای وجه مشترکشون بوده. اینجوری نیست عزیز من، در تمام شهرهای دنیا من و شمایی که میگیم 8 میلیون ایرانی، تازه بعدم میگیم تبعیدی که کلمه کاملا غلطیه، ما تبعیدی نیستیم. آخوند اگه کسی رو تبعید کنه به سوئد، به سوئیس، به آمریکا، به اروپا، همه ایرانی ها وای میسن تو صف میگن آقا تبعید کن ما رو. ما مهاجرانی هستیم که با زحمت هم مهاجرت کردیم. این چه مزخرفاتیه که هی میگید، هی تکرار میکنید، چون تکرار کردید شما شدید مثل اوجی سیمپسون. حالا دیگه میخواد دازه بره دنبال قاتل زنش و جملهای کوتاه بنویسه. ایشون بهشون بگید جملهای کوتاه بنویسه. کامران دیبا پسر عموی فره است. شما حالا یه روز اومدی میگی جمله کوتاه بنویسی. من 20 ساله دارم به دوستان میگم وقتی من از این کامپیوتر اینو میخونم، از این کامپیوتر اینو میخونم، اون یکی حالا لطف کرد برداشت، آقای رضوانی بود، رضوی بود، هرکی بود، یک تومار انقدی نوشته بود. اولا خود فیسبوک کاتش میکنه. اون روز برای آقای بها ابری که فرستادم ایشون گفت خوب شد که گفتی، ولی خب احتمالاً منم مثل دیگران نمیدونستم. گفتم ما گفتیم تو برنامه‌مون، چیزی که هست ما وقتی یه بار میگیم فکر میکنیم همه فهمیدن، اگرم تکرار کنیم دوستان میگن آقا اینی که تو همه برنامه‌ات میگی یعنی نمیدونی. آقای محترم بگه این جملاتو کوتاه بنویس، هر سوالی داری و جواب میدم. ایشون نوشته که 40 years I have a lot of family back in Iran. آرزو آقا نصفش فارسی نوشتی، نصفش انگلیسی نوشتی. یه وقت بیا مهمون من، زنگ بزنم باهات صحبت کنیم. تو برنامه بعدی من به این شماره تلفن زنگ میزنم باهات صحبت میکنم. اینجوری نیست عزیز من. شما تلویزیونای لس آنجلسی زیاد نگاه میکنید. یه وقت فارسی بنویسید. اون هست. فیلم تظاهرات لس آنجلس رو نگاه کنید. من کارم عکاسی و ویدیوه. وقتی میریم یه خواننده خیلی نیومدن میگه لانگ شات نگیر. لانگ شات نگیر میدونی یعنی چی؟ اولا به همه اونایی که بلیت 15 دلاری خریدن میگه بیان جلو. میگه بیان بلیت 100 دلاری که اینجایی که هست خودش هم از اینا انرژی بگیره، هم هرچی فیلم میگیریم اینا داخلش باشن. برید از خودتون سوال کنید این آقایونی که آمدن، آقای شهرام همایون، از 10 نفر
خواننده و اینا تشکر میکنه که آقای ایکس هم اومده، خانم ایگرگ هم اومده. ببین چرا دو تا دوربین رو نبرده بالا دور رو نشون بده که شما بگید 10 نفر در 10 نفر بشه 100 نفر. کاملا درست میفهمم. برای که نبوده، نیست، نمیان آقا، نمیان. میگن فردا به خاطر تظاهرات مردم ایران بدون هیچ وابستگی بیاین اینجا. وقتی میاد یه پیکاپ تراکی میاد عکسای رضا پهلوی رو پخش میکنه، مردمم راهشون رو میگیرن میرن. دیگه نمیان، میگن ما چرا بریم که اینا این کارو بکنن. اینجا میگه به خاطر حقوق بشر بیایید در تظاهرات مقابل فلان خیابونون کانستیتوشن اونیو. سربی احمق هم بلند میشه میره دوربین میگیره. همچین که مردم ردیف شدن دو تا ماشین از خیابون پشتی میاد جلو، همه اینا عکس نه عکس خانم رجوی قدیم اتاق مجاهدین، خانم مریم سولتی و خواهرش ماندنا سولتی وایسادن اعتراض کردن، گفتن آقا حرفی از مجاهدین نبوده. اینجوری عزیز من در تمام شهرهای دنیا، کدوم شهر؟ شما خودت کجا هستی؟ این 933 یا کد کجاست؟ کانادا نیست؟ عکس اونجا رو برای من بفرست، عکس خودتونم بفرست. آوستدن این دوست ما آقای خوشنودی رفته بود تظاهرات، یه اینجوری کرده بود، 3 نفر خانواده شد، 2 نفرم پشت عکس بودن، خیلی هم خوشگلم، اینجوری با قیافه رفته بودن. آقا همین پولا رو کاش میفرستادین سنگ و دونم تیر کمون بخرن تو ایران. بفرمایید این کی بود جواب داد؟ کامران دیبا تو پسر آقای انصاری احمد علی مسعود انصاری. کامران دیبا پسر عموی فره است. صحبت‌های من در مصاحبه، یعنی اونا مهم نیست، هم در مصاحبه با آقای سوربی و هم در مصاحبه دیگر و در 3 کتاب نوشته شده تمام صحبت های این آقا دروغ کامل است. آقای انصاری خیلی ممنون، خیلی ممنون. هر موقع بحث کردی به من زنگ بزن، من جواب با سند بدم. نه بذار بهش بگم چرا خیلی ممنون. آقای بهرامی وقتی تلفنشون گذاشتم، وقتی عصبانی شده بود بعد از 2-3 پیام و چند تا تکست، 2 بار برای من نوشت سوربی دروغ میگوید. حالا اومده نشسته اینجا شما بهش میگید من دروغ میگم؟ سند دارم، هر موقع دوست داشتیم مناظره هم باید میکنم، شماره تلفن منم اونجاست، هر موقع دوست داشتی تماس بگیر. ببین این آقای لطیف زمانی چون بله. وکیله قشنگ، مثل یک قاضی، مثل یک وکیل با انصاف، میگه آقا آقای انصاری هم شانس بدید که دفاع کنه لطفا. آف کورس، ما همیشه تلفنو برای چی گذاشتیم اونجا؟ کامران دیبا پسرعموی فرس 300 میلیون دلار فقط تابلو از فرانسه خریدن برای موزه فرهنگی و که خودشون ساختن با ایشون، 300 میلیون 480 میلیون دلار کشیدن بالا، 300 میلیون فقط تابلو از فرانسه آورده، 48 میلیون ساختشه. من ساکت میشم. حالا ما چی می‌خوایم بریم؟ 7 و ربع، یعنی 18 دقیقه دیگه پارک شون... یوسف آبادم ایشون، بله ایشون نقاش پارک یوسف آبادم ایشون ساخته. اوکی. پولش یعنی گرفته 15 میلیون از هویدا. آقا دیبا نقاشه، آقا نقاش بعدن چیزه اون پارک یوسف آباد هم ایشون ساخته، شهرک شوشتر هم ایشون ساخته، موزه هنرهای زیبار هم ایشون ساخته. بزنین تو یوتیوب ببینین، پروف هم داریم با حرفا. آقای بهرامی شما یه دفعه لطف کردی وقتی میخواستی بازنشست بشی به من پیشنهاد کردی راجع به یونایتد نیشن و ما قبول کردیم و اینا. من یه سوالی دارم، بارها هم گفتم به مردم، اگه فردا منم بشم یه کار یه جایی، خب میگردم نه میگردم تو دوستام و فامیلم افرادو پیدا میکنم میذارم سر کار. من این کارو میخواستم بکنم بر... اون... نه میخوام بگم، یعنی میخوام بگم که ما ایراد میگیریم خیلی که آقا این شا اینو گذاشت سر کار. خب نمیتونست که آقای سوربی محترم تو مدرک داشته باش، من نوکرتم هستم، نیش جونه تویی که معلم بودی، چجوری از کجا سر در آوردی؟ از دانشگاه آوردنت بیرون، بردنت تو دروا، رفتی تو وزارت علوم، چقدر حقوقت بود؟ ما هم کارمند بودیم، ما هم حق چکش میگرفتیم، حق ماموریت میگرفتیم، میرفتیم طبس تمام تلفن‌های روسیه رو کنترل میکردیم زمان شاه، با 4 تا مهندس آمریکایی، فرانسوی، کره‌ای. این اسما رو نگی یا نگی یا، ولی نگاه کن وقتی یکی زنگ میزنه یا تکس میفرسه فهمیدم. ببین اسم وسط و فامیل
آدرس 11504 همه اینا رو می‌نویسه. اینا الواز البته ایشون آنسی ما همه چیمون رو نشون میدیم. شما آنسی میزنی مردم تیوی این شمارمه 202 10 10 10. اوکی آقا، من 10 بار تا حالا گفتم من ساکت میشم. شما 4000 تومن حقوق میگرفتی یه خونه زوری با اضافه کاری. با اضافه کاری من با اضافه کاری فوتبالیست بودم، پول در میآوردم، مهندس مخابراتم بودم، با هلیکوپتر میرفتم اون دکلای مخابرات رو وصل میکردیم که شما تو تلویزیون بتونی برنامه ایرانی ببینی. چون مخابرات دکلش بزرگ بود، میتونست ماهواره بده به تلویزیون جامعه جمع بتونه برنامه پخش کنه. شما میرید ست کانال بیشتر نبود دیگه، چون ولی الان 200 کاناله. بله آقای به خودتون بخونید میبینید. نه من نمیدونم. آقای انصاری نوشتن کارهای آقای دیبا به من چه مربوط است، چه خوب و چه بد آن. منم همینو میگم با شما هم هر موقع دوست داشتی آقای انصاری وقت خودتون رو تلف نکنید. بذارین بینندگان محترم زنگ بزنن راجب اون یه نتیجه بین. شما میتونید به من زنگ بزنید هر چی هم خواستی به من بگو، منم با جواب میدم صحبت میکنم. اصلا هم سانسور نیست. بله. تلفن شخصی من گذاشتم، نمیگم به ایمیلم تماس بگی به زنگ نزنم، من به شما نیستم. بذار من یه چیزی به دوستان بگم، بعد از اینکه برنامه تموم شد یه ساعتی به ما بریک بدین، بعدش ایشون 4 ساعت درایو کردن زنگ بزنید. همین میخوام بهش زنگ بزنید، نگران نباشید چون این در حال رانندگی از این گوشیای بلوتوت استفاده میکنه و صحبت میکنه. این از این با کمال احترام باهاتون صحبت میکنه. من از یکایک شما ممنونم که با ما بودی. این فیلم ها رو بعدن به صورت بایگانی روی یوتیوب میذاریم، از روی فیسبوک ما قبلا ور می‌داشتیم، اصلا دیگه الان ور نمی‌داریم تا بمونه همیشه، و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. آقا 7 تا 15 دقیقه ما خداحافظی می‌کنیم، 14 دقیقه با شما هستیم. بفرمایید. بفرمایید. کیفاتو بیار. نه دیگه اصلا نمی‌تونیم بمونه. به ما اصلا نرفتیم. اول شروع کن. نرفتیم، خیلی سفرش. از اول باهاش. آخه جواب این اینا رو نمی‌شه داد. من فقط میتونم یه چیزی بگم راجع به این یه دفعه دیگه هم باز از من پرسیدن راجع به این شکنجه‌گرای ساواک پرسیده بودن، اسامیشون هم من داشتم. اینا همشون یه دوتاشون زنده هستن، یکیشون ایرج فرادوسته تو انگلیس، الان خودش هم ناقص شده، یکی از شکنجه‌گرای بزرگ بوده، یکی شک میکنه، یکیش هم رضا قلی. اصلا شما داشت اینا رو بفرستی برای من نشون میدم، با اوتو بفرست اگه میتونی. آره. اگه نه با تلفنم بفرستی من بفرستم. همون که فرستادم قبلا برات نمیتونی ببینی؟ همه رو فرستادم برات با اون قبلیه. آه اوکی، اجازه بده پس اینجا نگاه کنم. دیدم یه هفتایی قبلا بود. آره. حتی اون علامت ساواک رو دوستان تا حالا شما دیدین؟ من تا حالا ندیده بودم. ساواک 1335، بعد مثل همون یکی از این پرنده های تخت جمشید و اینها، اون وقت سرش سر مثلا کوروش و اینا برای من خیلی جالب بود. 703 فرستادم آقای. بله اینا اینجا دارم شما. اینا هم که ببینین اعدام کردن، اینا همه رهبرای همون دهه 50 هن. این سرهنگ رئیس ساواک سابق. من رو اون که نمیبینم. من رو شما پیدا میبینی؟ میبینی رو؟ حالا اینجا پیدا میکنم. اینه که الان تو انگلیس چیز شده. اجازه بده این عکس فوتبالی شما، اینم سراپا گوش بیمارستان. این همین میخوایی به 202 بفرستم همه رو برای. حالا اگه بفرستین اینا رو اینجا زودتر مستقیم میگیرم. همون میخواستم عکس لوگو یا لوگو ساواک، علامت ساواک. بعد یه سری هم عکس داشتید که اون بالا عکس شاه بود، این اینو مال ساواک بوده که توی ساواک بزنه. اب نداره اون خوب کنه، اب نداره از این برده. اوکی بعد هم برش میده. پیدا کردین یا نه؟ متاسفانه الان براتون چیزش میکنم. اینم یکی دیگه از چیزا. حالا شما از وقتی که با من بودین ما چجوری ایمیل میگیریم؟ چند تا ایمیل توی یه ساعت دو ساعت که برنامه داری همین یکی پس از دیگری بر میاد که آدم دیگه اصلا. نه واقعا خیلی طول میکشه تا بیره. این
نه الان یه ثانیه برای تو همهشون رو میفرستم باز با اون 202 202 بله. ولی بودن شما 6 تا 7 تا عکس فرستادین که نه الان مال ساواک به همهشون میفرستم همهشون فرستادم آقای صوبی بفهمه حالا میرسه دیگه الان اون عکس شاه هم برای تو همین الان آره اون عکس شاه هم با شاه حسین بود شاه حسین بود ملک حسین ملک حسین با ملک حسین از تمام خانواده شاه هم براتون نگاه شاه خیلی جالبه چون از ترس کارتر با ملک حسین انقدر راحت و چیز هستن ولی شاه یه نگاه بله وحشت و ترس میگه آقا آرم ساواک بدون ناخون کش هست ما اونجا ناخونمون رو کشیدن بیچارمون کردن آقای صاحبی اون دفعه پیش برنامه قبل نشون داد عکس آمد اجازه برات یکی نشون اون ناخون کشی و برنامه گذشته دو سال پیش این همون آقای نهاوندیه که هنوز عکسش رو هیچکی نداره بله. مال چریکای فداییه دوستان نه این هوشنگ نهاوندی که کتاب نوشته و مال دانشگاه بوده وزیر دانشگاه بود دانشگاه تهران و وزیر دربار اینا ببینیم حالا بعدی چیه این اینا رو اگه برای من قبلا بفرستید اینا رو میذارم اینا تو 703 براتون فرستاده بودم آها این هم که این زندان اوینه تو زندان اوینه تو این حوض این آدم ها رو چجوری شکنجه میکردن بهم. اینجا آویزون میکردن اینجا که این نرده ها هست که مثلا کسی خودشو پرد نکنه اینجوری خب حالا بذار ببینیم دیدی این عکسه بله اجازه بده اون عکسه رو پشترشون فرستادم همه رو یه لحظه آها این دادگاه چیه این این دادگاه تمام اینا رو اعدام کردن زندانی های سیاسی تو دادگاه نظامی ولی این اولیه به نظر من خیلی نه به نظر راست میگین بله مثل فرد شبیه اون فردوس میشه بله حرفتون درست آره اجازه بدیم ببینیم اون فردوس موشنگ بیشتر بود و قدش هم کوتاه بود خیلی کوتاه بود یه جانوری بود میگفتن نسمش زیر زمینه آها اینه این عکس سلسله مراتب ساواک آره تمام این شکنجه‌گرای درجه یک دوستان این دو طرفش اون لوگو هست که حالا عکس لوگو رو شارم براتون فرستادم میگن که تعدادی از آمرین و باجیان ساواک در این عکس دیده میشن یه بار دیگه بهتون نشون میدم اونا شکنجه‌گرای نفر اول ساواک اینجا هم یک لحظه به من اجازه بدین تا ببخشید نه راحت راحت اینجا باز اینجا آها اینه این آرم ساواک آها کسی تا حالا اینو دیده بود یا دوستان این میرید اینجا نوشته سین الف و الف که 1335 بعد معمولا هر وقت اینجوریه این سر ندیده بودم سر انسان رو حیوان باشه معمولا این سر کوروش دیگه بله شما میگفتیم خلاصه خیلی خطرناک حالا ببینیم یه بار دیگه هم اینم این بله این عکس‌ها رو بعد اگه خواستین تو فیسبوک میتونین اینجا بذارید بقیه‌اش هم براتون فرستادم اون شاه اردن هم خواستین فرستادم اینا ببینین هست این همه اینا رو رکوهای دماوند همه رو اعدام کردن اوشو فشن اون آقایی که با کلا میبینین رئیس ساواک اون موقع بود دهه 50 این بله این آقا الان تو انگلیس این اولی چچله گرفته خودش داره التماس میکنه منو ببخشیم از مریضی ولی اون عکس چیز هنوز نمیاد حالا آره پشت من هفته براتون نه طول میکشه آره این که ایچی این که ایچی بعدیش رو ببینین اشتباه اومده ببینه این همام خانواده سلطنت این تمام اونا که فامیلش را هم درجه سابقه ساواک و توضیح اینجا اجازه بدیم من این عکس رو بهتون اینجوری نشون بدم
این آقای انصاری هست یا نه؟ نیست. آقای انصاری خب این همین حرف رو خب. ثابت میکنه که ببین این فامیلا طبقه به طبقه به طبقه بودن، مثلا یه وقتی ممکنه با یه سری دوستان بودن که اصلا اون موقع آقای انصاری همین کامران دیواری هیچی بهش کار نمیداد. این اکثر اون چیه نشون بده؟ شما گفتی اون اکی عکس نه اینو اینه برای فرستاد. این دوستان عکسیه که ترس و وحشت شاه رو ببین در نوار کارتر. بله. ببینید کارتر و این ملک حسین چقدر راحت دارن با هم صحبت میکنن، ولی شاه یه حالت تنسی داره و همون روزای آخر بود که بهش اصلا گفتم بعد بری. آها. این همین آقای انصاری سه ماه قبل خدا میگه، میگه وقتی ملک حسین آمد و نمیدونم شمال بودیم و شنا کردیم و اینا، بعدم آمد به شاه گفت که برادرم بیا بریم روی شهر و بازار، و آقای شاه نرفت و گوش نداد، ایشونم عصبانی شد و به صورت قهر از ایران رفت. اینم از خب پس شما اینقدر زیاد بحث داری که نمیخوای دیگه امروز چیزی رو بحث کنی. نه دیگه نمیتونم دیگران عزیز نمیخوام در چرکین بشیم، من میخوام فقط واقعیت هایی که تو ایران بود. قبلا هم گفته بودم، البته بعدا هم باز مزاحم میشه، من الان اومدم حضوری خیلی خوشحال شدم آقای سربی رو نزدیک دیدم، شما الان دو سال بود ندیده بودمش. خیلی ممنون. امیدوارم که موفق باشین و در برنامه‌هاتون هم شما نه تلویزیون شما وابستگی به هیچ جنره، نه به ایشون، به من پوشی کرده چی بگو چی نگو جلو منم واز، نه خط قرمزی برای ما همه چیزی که گفتیم. اگر اینجوری بود خدا وکیلی اولش میگفتم به آقای انصاری کاری نداشته بود این بنده خدا. واقعاً مورد اذیت آزار قبل از اینکه من وارد شدم شما به من گفتیم، من آقای آریاملو گفتم به آقای لادن کار دارم با یه چیزش میخوام بگم. من حرفی که واقعیت داره مبارزگر همینه، یعنی هر کی دیگم میاد بهش میگم شما وقتی میای دیگرده ها که آزادن، هیچی خود منم آزادم که آقای محترم هر وقت احساس کردی اینجا سانسوره این تلفن من، هر موقع تونستی شب صبح به من زنگ بزن با من صحبت کن، تو بگو این نیستی این شخص نیستی، دلیل نداره به من بگی، به ملت ایران بگو. تویی که میخوای بری ایران بگی نماز میخونی جا نماز آب میکشی، دیگه بر ما نگو از سیاه پول گرفته نیشه جونه بذار تو جیبه، نگو به اسم خدا به اسم پیغمبر. آقای اکبری میگن بیژن جزنی و دوستانش هنگام هم با ماشین زندان به فرمان ثابتی در تپه‌های اوین تیرباران شدن. بله کاملا درست میگه، این همون تیربارون اون موقع است که آقای نهاوندی هنوز یکی از این رهبرهای سیاسی چریکای فدایی عکس الانشو نداره، آقا نیست شده. این ننگیه برای رژیم شاه، درست مثل ننگی که رژیم آخوندا اون کشتار سال 67 بعد از حمله مجاهدین، یه عده بیگناه نمیخوایم بگیم، یه عده ای رو که محاکمه شده بودن در زندان بودن، حتی اگر گناهی هم داشتن جرمشون مرتکب بله جرمشون ثابت شده بوده، شما بهشون محکومیت داده بودید، یکی 5 سال یکی 15 سال یکی حبس دائم هرچی، ولی اینا رو برداشتن به اصطلاح در قبال شکستی که خورده بودن، که اون ماجرایی شد که مرتضوی گفت اگه این ولایت فقیه هست من نمیخوام نایب یا جانشین هم آقای سربی. من در برنامه گذشته گفتم حزب توده و جبهه ملی چریکای فدایی با همه آخونده بودن اول انقلاب، من دوست خودم که گفتم دکتر سامی تو زندان تو بند با من بود، ایشون رو کردم وزیر آموزش پرورش، روز دوم مجاهدین کشتنه، بخاطر این خیلی چیزایی مجاهدین رو میدونست تو زندان روز دوم. مجاهدین هم میتونم بیان اینجا صحبت کنم بعدا، این مجاهدین که اینقدر این رجبی، من 6 سال پیشم گفتم الانم میگم، 7 سال پیشم گفتم خدمت آقای صوبی، 10 سال پیشم گفتم این رجبی جاسوس برای ساواک بود، نصیری ازش امضا داره که این خود افراد مجاهدین این لو داد،
رضاییار این لودا، ذوالفقاری این لودا، زمان شاه. آقا خیلی ممنون شما. من بازم عرض ادب میکنم خدمت شما بینندگان شنوندگان، خیلی ممنون. اگه میبخشی اگه من صدا رو بلند کردم یا بی احترامی به کسی کردم، ناراحت دلخور نشی آقای انصاری، شما هر وقت خواستی در هر ساعتی به من زنگ بزن، اختیار تام داری، من جوابتونو میدم. من از اون کسایی هستم شونه خالی کنم، هر حرفی هم میزنم روش وا میستم، برای ایران جونم هم میدم، دادم، سه تا خانوادم از دست دادم، خودم هم از دست میدم، مسئله اینی فدای یه تاره مو ایران. فقط زنده باد ایران. به مردم، به اون جوانای عزیز میگم هوشیار بشین، خودتونو گم نکنین، خودتونو نفروشین به اسرائیل و آمریکا و انگلیس و روسیه. هر کسی میتونه یه قدمی برداره برای اون ایران. اگه معلم هستی تو هم یه گوشه بگی، مهندس هستی یه گوشه بگی، دکتر هستی یه گوشه بگی. اون مملکت رو باید خودمون درست کنیم، وابسته به هیچ کی نباشیم، خودمون یک پارچه باشیم. خیلی ممنون، تشکر از آقای سوربی، تشکر از آقای بینندگان. اینجا نوشته که چقدر وقت داشتیم. دو ساعت و 32 دقیقه. خسته نباشی آقای سوربی. ممنون که با ما بودید. برنامه ها رو پس از 2-3 دقیقه پی میگیریم. همین برنامه هایی که قبلا اجرا شده و امروز در پلی لیست ما به ترتیب اجرای نقش میگن. شیراز تو آلمان هست کی؟ آقای فرامرز نیساری. آقای نیساری موفق بشی، هرچی نامه فرستادیم من بالاش توضیح بده، اینا رو برای سازمان ملله، برای هیچ گروهی چیزی نیست. بسیار ممنون. استفاده ازش نشه به صورت سوء استفاده. خیلی ممنون دوستان، اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. به احتمال زیاد برنامه آینده ما، برنامه بعدی جمعه خواهد بود، مگر اینکه چهارشنبه به اصطلاح باز مهمانی داشته باشیم و برنامه فوق‌العاده. پس برنامه های جمعه هفتگی دائمیه، برنامه های دوشنبه و چهارشنبه به صورت فوق‌العاده در خدمتتون خواهیم بود به مناسبتی. روز روزگار بر شما خوش. خیلی ممنون آقای سوربی، تشکر از بینندگان خوب و محترمتون.